کتاب مرجع ما کتاب اصول، کتاب مرجع کتاب اصول طراحی کامپایلر هستش، نوشته ایهو. این کتاب خیلی کتاب معروفیه و توی بازار پیدا میشه به راحتی. ترجمه ابراهیم زاده قلزم هستش، ابراهیم زاده قلزم. ما در فصل درسمون رو از روی این کتاب به شما خواهیم داد و کتاب مرجع ما هم برای سوالات حالا کارشناسی ارشد و دوره های بعد هم برای پایان ترم همین کتاب خواهد بود. البته جزوه‌ای که ما به شما میگیم برای امتحان کافی خواهد بود، ولی حالا برای مطالعه بیشتر میتونید به این کتاب هم مراجعه بفرمایید. توی این ترم ما بخش‌های مختلف کامپایلر رو به شما معرفی میکنیم و در حقیقت میخوایم با اونا آشنا بشیم که ببینید که چه بخشی داره و چه الگوریتمایی برای ساخت قسمت‌های مختلف وجود داره و میخوایم اونها رو با هم یاد بگیریم. ارزشیابی ما در این ترم به این صورت خواهد بود که ما یک امتحان پایان ترم از شما خواهیم گرفت، 15 نمره داره و یک سری تمرین هم از هر بخشی به شما میدیم که 5 نمره تمرینات خواهد داشت و در حقیقت مجموع این دو تا 20 نمره پایان ترم و مجموع ترم شما رو تشکیل خواهد داد. من سرفصل دروس خودمون رو در خدمت شما می‌نویسم. ما اول یک سری مقدمه و یک سری تعاریفی خدمت شما ارائه میدیم از کامپایلر، تعاریفش و بخش‌های مختلفی که داره و بعد وارد تحلیلگر لغوی میشیم که اولین بخش یک کامپایلر هستش. می‌خوایم الگوریتمش رو خدمت شما معرفی بکنیم، اینکه چه بخشایی داره و چجوری ساخته میشه. بعد از اون سراغ تحلیلگر در حقیقت نحوی خواهیم رفت یا همون پارسر که بعدا خدمت شما معرفی میکنیم. بیشتر وقت ما توی این ترم به معرفی و نحوه عملکرد انواع تحلیلگرهای نحوی و پارسرها خواهد گذشت که انواع مختلفی داره و بخش چهارم در حقیقت ما تحلیلگرهای معنایی رو بررسی خواهیم کرد به عنوان ادامه درس. پنجم ما یه مقدار روی تولید کد و بهینه‌سازی صحبت خواهیم کرد. تولید کد و بهینه‌سازی و نهایتاً اگر در حقیقت برسیم تا حدودی در حقیقت حالا تولید کد رو بیشتر معرفی میکنیم و بهینه‌سازی هم اگر وقت ما پایان ترم اجازه بده این مقدار روی اون هم صحبت خواهیم کرد. خب من در حقیقت میرم سراغ ادامه درس و مقدماتی برای شما ارائه میدم. ما اول بخش مختلف یک کامپایلر رو برای شما میکشیم. دقت بکنید که این بخش یک کامپایلر استاندارد هستش که در حقیقت توی کتاب ایهو هم تو فصل اول بهش اشاره شده. یک کامپایلر استاندارد از 7 بخش تشکیل شده. بخش اول تحلیلگر لغوی هستش و بهش اسکنر میگن که اصطلاحاً اینجا رو بهش میگن تحلیلگر لغوی یا اسکنر، همونطور که میدونید. و این بخش اول کامپایلر در حقیقت برنامه ورودی برای کامپایل به این بخش یا اسکنر داده میشه. پس بنابراین ورودی یا همون برنامه ما در حقیقت به اسکنر داده میشه. اسکنر به عنوان خروجی مجموعه تولید میکنه به نام توکن ها که این توکن ها در حقیقت ورودی بخش دوم کامپایلر میشه به نام در حقیقت تحلیلگر نحوی یا پارسر. تحلیلگر نحوی یا اگر لغت خارجیش هم بخوایم بدونید سینتکس آنالایزر، تحلیلگر لغوی هم لکزیکال آنالایزر هستش. لکزیکال آنالایزر و تحلیلگر نحوی هم سینتکس آنالایزر هستش. پارسر در حقیقت بخش دوم کامپایلره. حالا ما هر کدوم از این قسمت ها رو براتون در حقیقت توضیح میدیم مفصل تر. خروجیش رو که درخت تجزیه باشه، درخت تجزیه رشته ورودی، درخت تجزیه به در حقیقت مرحله سوم یا بخش سوم میده که تحلیلگر معنایی هستش. یا همون سمانتیک آنالایزر به این قسمت در حقیقت تحویل میده. خروجی تحلیلگر معنایی ساختار تجزیه شده جملات هستش به همراه یک سری خصوصیات که به بخش بعدی داده میشه که بخش بعدی کامپایلر که در حقیقت بخش چهارم میشه تولید کننده کد میانی یا تولید کد میانی که این بخش چهارم یک کامپایلر هستش. نهایتاً بخش پنجم بعد از تولید کننده کد میانی، کد تولید شده میاد وارد قسمت بهینه‌سازی میشه. بهینه‌سازی قسمت پنجم کامپایلر هستش. ما این 5 بخش اول رو در کامپایلر بهش میگن فرانت اند یا جلوبندی کامپایلر. حالا چرا این 5 قسمت اهمیت داره؟ به خاطر اینکه خیلی وقتا ما ممکنه بخوایم مثلا فرض کنید کامپایلر C رو توسعه بدیم به طوری که روی سخت افزار PC و سیستم عامل ویندوز اجرا بشه. یه وقت دیگه ممکنه نیاز باشه که کامپایلر رو به طوری توسعه بدیم که میخوایم روی سیستم عامل لینوکس و روی سخت افزار HP و یا به همین ترتیب روی سخت افزار و سیستم عامل های مختلف اجرا بشه. نیازی نیست که ما هر بار تمام قسمت های اسکنر، پارسر، تحلیلگر معنایی، تولید کننده کد میانی و قسمت های مختلف رو تولید بکنیم. تنها کاری که لازمه این 5 قسمت اول برای همه محیط های سخت افزاری و سیستم عامل ثابت میمونه. ما فقط لازمه که بیایم و اون قسمت نهایی که حالا 2 قسمت بعدی از خدمتتون معرفی میکنیم، تولید کد ماشین، اون 2 قسمت رو برای سخت افزارها و سیستم عامل‌های مختلف بازنویسی بکنیم و همین کفایت میکنه. حالا قبل از اینکه وارد اون دو قسمت نهایی بشیم، هر کدوم از این 5 بخش رو میخوایم یه مقدار دقیق‌تر برای شما معرفی بکنیم. اسکنر یا به عبارتی بخش اول کامپایلر، اسکنر یا همون تحلیلگر لغوی، تحلیلگر لغوی هست. تحلیلگر لغوی یا اسکنر در حقیقت بخش اول کامپایلر ما هستش. تحلیلگر لغوی اون کاری که در حقیقت توی کامپایلر انجام میده، وظیفش اینه که برنامه ورودی رو میخونه، کاراکتر به کاراکتر اون رو تحلیل میکنه و مورد بررسی قرار میده و به ازای هر لغت ورودی که مجاز باشه در زبان میخونه، یک توک ساختاری رو ایجاد میکنه به نام توکن و اون رو در خروجی در حقیقت به پارسر یا بخش بعدی میده. پس تحلیلگر لغوی ورودی رو که میخونه، ساختاری رو پر میکنه به نام توکن. کار اسکنر علاوه بر این بررسی اینه که آیا دستورات و کلماتی که در برنامه ورودی نوشته شدن، آیا به اون زبان تعلق دارن یا نه. ما مجموع کلمات شناخته شده هر زبان رو به نام لگزم میشناسیم. پس یک اصطلاح جدید، لگزم، به مجموع کلمات شناخته شده هر زبان لگزم گفته میشه. مثلا فرض کنید کلمات کلیدی، اعداد، انواع عملگرها، شناسه ها و موارد دیگه‌ای که توی زبان برنامه سازی وجود داره، اینها همه جزء لگزم ها یا کلمات مجاز اون زبان شناخته میشن. خب در حقیقت اسکنر به ازای هر لگزم ورودی که میخونه، یک ساختاری رو پر میکنه به نام ساختار در حقیقت توکن، که این توکن حاوی اطلاعات شناسنامه‌ای در حقیقت اون لغت ورودی یا لگزمی هستش که میخونه. توکن حداقل دو نوع اطلاعات یا دو دسته از اطلاعات رو نگهداری میکنه. یکی نام و دوم نوع، یعنی در حقیقت در ورودی چه لگزم یا چه کلمه مجازی رو خونده و اینکه نوع این کلمه که خونده چی بوده، حالا شناسه خونده شده، عملگر بوده، کلمه کلیدی بوده و یا انواع دیگه. اما حقیقت اینه که در کامپایلرهای تجاری که توی بازار وجود داره و ما هم باش کار کردیم، کامپایلر زبانهای مختلف، توکن ها اطلاعات خیلی بیشتری رو نگهداری میکنن، مثل شماره سطر و ستون، شماره بلاکی که بهش تعلق داره. توکن بعدی و خیلی اطلاعات دیگه که در ضمن در حقیقت تحلیل مورد نیاز خواهد بود. هر لگزم ورودی که خونده شد، گفتیم که توسط اسکنر ساختاری پر میشه به نام توکن. انواع در حقیقت توکن ها رو من به شما معرفی میکنم، اینکه ما چه نوع کلمات مجازی میتونیم در یک زبان داشته باشیم که مطابق اونها توکن ها در حقیقت پر میشن. انواع کلمات یا توکن های مجازی که شامل شناسه ها هستش یا آیدنتیفایر، آیدنتیفایر این اولین نوع در حقیقت توکن ها هستن یا همون آیدنتیفایر یا شناسه، همون نام متغیرها رو ما به نام شناسه میشناسیم که در حقیقت نام کلیش هستش. دومین دسته از توکن ها عملگرها یا آپریتورها هستن. آپریتور اپراتور یا عملگرها دسته دوم در حقیقت انواع توکن ها هستن. عملگرها رو شما میشناسید، مثلا به اضافه، ضرب، منها، توان و خیلی چیزهای دیگه. اینها میتونن جز عملگرها باشن در یک در حقیقت اسکنر که میخواد اونا تشخیص بده و در مجموعه کلمات مجاز یک زبان. خب دیگه چه چیزایی میتونن جزء توکن ها باشن؟ نامبرز یا اعداد، انواع، حالا شکلی که استانداردی که میتونه اعداد توی اون زبان تعریف بشه، اینا همه جزء در حقیقت توکن های اون زبان به حساب بیاد. مثلا فرض کنید عدد مثل 12.5، مثل عدد 60 و یا هر عدد دیگه‌ای، در حقیقت اینها جزء کلمات مجاز و شناخته شده اون زبان به حساب میاد. بسیار خوب، دیگه چی میتونه باشه؟ علاوه بر اون مورد چهارم، جدا کننده ها که ما اون رو به دلیمیترز میشناسیم. دلیمیترز یا جدا کننده ها. جدا کننده ها چه چیزایی هستن؟ حالا اجازه بدید من فارسیش رو هم برای شما بنویسم. جدا کننده ها اینها هم جزء توکن های مجاز به حساب میاد. فرض کن مثلا سمیکالون که خب به وفور شما در زبان‌های مثل سی و سی پلاس پلاس رو جاوا مشاهده میکنید، یا مثلا کاما یا ویرگول، پرانتز باز یا بسته، براکت و اینها جزء جدا کننده ها یا دلیمیترها در حقیقت به حساب میاد. مورد بعدی چی؟ مورد بعدی کلمات کلیدی یا کیورد ها هستن که اینها هم جزء در حقیقت توکن ها، اسکنر برای اونها توکن میسازه و جزء کلمات مجاز و شناخته شده زبان هستن. کلمات کلیدی به عنوان مثال شما زبان سی یا پاسکال رو میشناسید. دستور ایف یک کلمه کلیدیه. کلمه کلیدی دستوریه که در حقیقت کار از پیش تعیین شده و مشخصی توی زبان انجام میده و در حقیقت ما ازش برای برنامه سازی استفاده میکنیم. غیر از ایف مثال دیگه در زبان سی مثلا بریک یا مثلا فرض کنید وایل و انواع دستورات دیگه که شما میشناسید جزء کلمات کلیدی به حساب میان. اینجا قبل از اینکه من مورد آخر رو بگم جزء لگزم ها و در حقیقت کلمات مجاز شناخته شده یک زبان، لازمه که در مورد کلمات کلیدی یه مطلب یا یه نکته رو خدمت شما عرض کنم. کلمات کلیدی معمولا در زبان ها به دو دسته تقسیم میشن. یکی کلمات کلیدی رزرو شده هستند و دوم کلمات کلیدی رزرو نشده. حالا تفاوت این دوتا چیه؟ وقتی که یک کلمه کلیدی توی یک زبان فقط به منظور همون چیزی که تعریف شده به کار بره، ما این کلمه کلیدی رو میگیم رزرو شده. مثلا در زبان سی دستور سویچ یا دستور کانتینیو یا دستور الف ایف یا دستور وایل، دو و امثال اینها فقط برای همون منظوری که هممون میشناسیم تعریف شدن و قابل استفاده هستن. اما یک زبانی هست که شاید شما کمتر به گوشتون خورده باشه ولی در حدود 20 سال پیش وجود داشته و استفاده می شده ازش، به نام زبان PL1 که اگر شما تو درس طراحی و پیاده‌سازی زبان ها در حقیقت مطالعه کرده باشید این زبان رو می شناسید. زبان PL1 کلمات کلیدیش رزرو نشده است. یعنی چی؟ یعنی اگرچه دستور ایف یک دستور برای بررسی شرط به کار میره، ولی ما میتونیم از ایف به عنوان اسم متغیر هم استفاده بکنیم و این امکانیه که در حقیقت کامپایلر زبان PL1 برای ما مطرح میکنه و اصطلاحاً میگیم کلمات کلیدی در زبان PL1 رزرو نشده هستند، به خاطر اینکه ما میتونیم از اونها به عنوان اسم متغیر استفاده کنیم. برای نمونه من یک دستور مرکبی رو در زبان PL1 می نویسم که ببینید که چطوری میشه از اینها استفاده کرد. این دستوری که من اینجا می نویسم یک دستور مجاز در زبان PL1 هستش. if then if then مساویه else. اجازه بدید من یک بار دیگه برای شما بنویسم if then مساویه else then else مساویه then else then مساویه else. الان شما توی این دستور نگاه بکنید، ایف اول که ما در حقیقت اینجا داریم، این ایف به عنوان یک کلمه کلیدی در زبان PL1 شناخته میشه و هیچ مشکلی نیست. البته این دن هم به عنوان یک کلمه کلیدی شناخته میشه و به معنای همون آنگاه هست. اما این دنی که شما اینجا میبینید و این السی که شما دارید اینجا میبینید، اینها به عنوان نام متغیر استفاده شدن. یعنی اگرچه دن و الس کلمه کلیدی هستش، ولی به عنوان نام متغیر هم به کار رفته. به همین منوال این السی که ما اینجا نوشتیم کلمه کلیدی هست، اما این در حقیقت السی که اینجا نوشته شده و این دن و این دنی که اینجا نوشته شده و این الس، اینها هم نام متغیر هستند. همه اینها به واسطه این مسئله اتفاق میفته که کلمات کلیدی در زبان در حقیقت PL1 یک رزرو نشده هستند. نکته مهمی رو اینجا باید به شما بگم، اگر کلمات کلیدی در یک زبان برنامه‌سازی رزرو شده نباشند، به هیچ وجه دیگه اسکنر نمیتونه کلمات کلیدی رو از شناسه ها تشخیص و تمیز بده و این وظیفه به عهده بخش دوم کامپایلر یا همون پارسر میفته. خب ما داشتیم ادامه میدادیم، انواع بخش های کلمات مجاز و شناخته شده رو به شما معرفی میکردیم. آخرین مورد که من باید به شما معرفی کنم، یعنی جزء کلمات مجاز شناخته شده به حساب میاد، لیترال هستش. لیترال یا همون شناسه های کاراکتری و حرفی یا همون ثابت های رشته‌ای و حرفی. مثلا فرض کنید رشته‌ای مثل فرض کنید علی به عنوان یک رشته استرینگ، در حقیقت این یک رشته حرفی به حساب میاد و در حقیقت جزء کلمات عناصر مجاز و شناخته شده در یک زبان محسوب میشه. حالا زبان‌های مختلف با رشته‌ها به شکل‌های مختلفی برخورد میکنن با ثابت‌های رشته‌ای که هر کدوم حالا کاربرد خاص خودش رو داره. موضوع بحث ما دیگه اون نخواهد بود. بسیار خوب. قبلا در ابتدای درس به شما عرض کردم که وقتی که اسکنر یا تحلیلگر لغوی هر یکی از در حقیقت ورودی ها رو میخونه، کاراکتر به کاراکتر ورودی ها رو میخونه، به ازای هر کلمه مجازی که پیدا میکنه ساختاری رو پر میکنه به نام توکن که حاوی اطلاعات شناسنامه‌ای در حقیقت اون کلمه بوده که خونده. انواع در حقیقت کلمات مجاز در یک زبان یا انواع توکن هایی که ممکنه ساخته بشه هم به شما معرفی کردیم که توی یکی از این 6 دسته قرار میگیرن. ما بعداً که تحلیلگر لغوی رو به شما مفصلتر معرفی میکنیم، خیلی دقیقتر و جامعتر خواهیم پرداخت به بخش مختلف یک توکن. فعلا ما در حد آشنایی بود و میخوایم بخش دوم کامپایلر رو به شما معرفی کنیم. بخش دوم یک کامپایلر تحلیلگر نحوی یا پارسر هستش. بخش دوم تحلیلگر نحوی که اصطلاحاً به نام پارسر میشناسنش و ما هم توی این درس دیگه از این به بعد با لغت پارسر تحلیلگر نحوی رو به شما معرفی خواهیم کرد. بخش عمده از درس ما روی پارسر خواهد گذشت. انواع که در حقیقت کار پارسر تجزیه رشته ورودی با استفاده از گرامر اون زبان هستش. باید خدمت شما عرض کنم که یک پارسر اصلی ترین قسمت یک کامپایلر هستش و اجرای یک کامپایلر با اجرای پارسر شروع میشه که به عنوان یک مدیر بخش‌های مختلف در حقیقت کامپایلر رو صدا میزنه، مثل تحلیلگر لغوی، مثل تحلیلگر معنایی، تولید کد، و از اونها میخواد که در حقیقت در خلال تجزیه رشته ورودی عملیاتی رو انجام بدن. ما بعداً مفصلتر تحلیلگر نحوی رو به شما معرفی میکنیم، ولی همینقدر بدونید که تحلیلگر نحوی با استفاده از گرامر زبان که در حقیقت قبلاً بهش داده شده رشته ورودی رو میخونه و در حقیقت میاد و اون رو تجزیه میکنه و در حقیقت بررسی میکنه که آیا چیدمان کلمات دستورات مختلف از لحاظ گرامری آیا درست هستند یا نه. در اینجا خیلی خوب و مفید هستش که من یک شکلی رو برای شما بکشم که ارتباط اسکنر و پارسر رو شما با وضوح بهتری در حقیقت مشاهده بفرمایید. اگر این اسکنر ما باشه که در حقیقت لغات رو تشخیص میده و اگر این در حقیقت پارسر ما باشه که وظیفش اینه که بررسی کنه آیا خب این چیدمان کلمات از لحاظ گرامر درست هستند یا نه، همواره در حقیقت پارسر از اسکنر میخواد که توکن بعدی رو در حقیقت به من بده. پس در حقیقت همیشه پارسر به اسکنر یک درخواستی میده طبق این فلش که میبینید که توکن بعدی رو به من بده. اسکنر هم مطابق درخواست در حقیقت پارسر میاد در حقیقت توکن، اون توکن جاری که خونده تشخیص داده، حالا یک کلمه، مثلا ممکنه این کلمه که خونده یک کلمه کلیدی بوده، نام یک متغیر بوده، یک پرانتز باز بوده، یک سمیکالون بوده یا هر چیز دیگه. به هر صورت توکنی که خونده به اضافه در حقیقت خصوصیات اون توکن که خیلی خصوصیات زیادی میتونه باشه که بعداً خدمت شما معرفی میکنیم رو به پارسر تحویل میده. و بعد در حقیقت اسکنر هم در کنار اون با ورودی سر کار داره، با همون ورودی که در حقیقت برنامه توش نوشته شده، کاراکتر به کاراکتر ورودی رو میخونه. اسکنر از ورودی کاراکتر بعدی رو در حقیقت میخونه، چون کاراکتر ورودی رو اسکنر درخواست میکنه از ورودی یا همون در حقیقت برنامه منبعی که برنامه نویس نوشته. و در حقیقت اینجا هم در حقیقت کاراکتر بعدی از روی ورودی یا همون فایل برنامه نویس به اسکنر داده میشه. پس اگر بخوایم به طور جنرال و کلی روی این شکل صحبت کنیم، پارس در شروع اجرای کامپایلر پارسر اجرا میشه. همونطور که دارید میبینید پارسر هر بار به دفعات بسیار زیاد اسکنر رو صدا میزنه که توکن بعدی یا یک توکن رو به من بده. اسکنر در ورودی حرکت میکنه و یک، دو یا چند کاراکتر رو میخونه تا جایی که بتونه یک لغت، حالا این لغت ممکنه یک کاراکتر باشه مثل پرانتز باز یا میتونه چند تا کاراکتر باشه، مثلا فرض کنید دستور وایل بخونه به عنوان یک کیورد یا مثلا فرض بکنید تمپ بخونه به عنوان نام یک متغیر یا هر چیز دیگه ای رو، و این رو در حقیقت به عنوان یک ساختار اطلاعات شناسنامه ایشو پر میکنه، در توکن قرار میده و به در حقیقت پارسر تحویل میده. پارسر با استفاده از گرامر زبان که قبلا در حقیقت طراحی پارسر به کار رفته، سعی میکنه که رشته ورودی رو تجزیه بکنه. و این عمل به دفعات تکرار میشه. پارسر هر بار به اسکنر میگه توکن بعدی رو بده تا جایی که به هر صورت تمام برنامه خونده بشه و در حقیقت ما به انتهای در حقیقت برنامه برسیم و تجزیه و کار کامپایلر تمام بشه. پس به این ترتیب شما در حقیقت به طور خیلی ساده ارتباط بین پارسر و اسکنر و نحوه عمل کرده اونها رو هم در حقیقت فرا گرفتید. خب ما سراغ قسمت در حقیقت سوم درس، قسمت سوم کامپایلر میریم یا که همون تحلیلگر معنایی هستش. تحلیلگر معنایی یا به عبارتی سمانتیک آنالایزر. تحلیلگر معنایی، وظیفه تحلیلگر معنایی اینه که بیاد و برنامه ورودی رو از لحاظ مفهومی مورد بررسی قرار بده. خیلی موارد هست که میتونه از لحاظ مفهومی چک بشه. به عنوان مثال در یک برنامه که ما در یک برنامه سی دستور بریک رو نوشتیم، توجه داریم که بریک باید حتما داخل یک ساختار سویچ، کیس یا نهایتا داخل یک حلقه نوشته بشه. هرچند اگر ما بریک رو در قسمت‌های مختلف یک برنامه بنویسیم، در هر خطی از برنامه بنویسیم، از لحاظ گرامر شاید مشکلی نباشه، اما از لحاظ مفهومی وجود بریک در خارج از حلقه یا سویچ یک خطای معنایی یا مفهومی به حساب میاد. یا اینکه ما در یک جایی از برنامه برای زبانهای قدیمی در حقیقت دستور گوتو داشته باشیم، گوتو که به یک لیبلی پرش بکنه اما اون لیبل رو تعریف نکرده باشیم. این هم یک خطای مفهومی یا معنایی به حساب میاد. اما باید خدمت شما عرض کنم که مهمترین وظیفه یا کاری که تحلیلگر معنایی در کامپایلرهای تجاری امروزی انجام میده، کنترل نوع یا در حقیقت تایپ چکینگ هستش. تایپ چکینگ وظیفه‌ش اینه که بررسی بکنه که آیا شناسه ها و متغیرهایی که در یک عبارت محاسباتی استفاده شدن از نظر نوع با هم سازگاری دارند یا خیر. مثلا فرض کنید یک عبارت محاسباتی به صورت A مساوی B به اضافه C ما نوشته باشیم در زبان C، اما فرض بکنید که یک متغیر C از نوع فلوت یا اعشاری باشه و متغیر B از نوع اینتیجر یا صحیح. در جمع این دوتا عدد پارسر یا در حقیقت کامپایلر زبان C مشاهده میکنه که این دو متغیر از نظر نوع با هم سازگاری ندارند. پس در حقیقت یک خطای معنایی یا مفهومی اتفاق میفته. دوتا عدد با دو نوع مختلف نمیتونن با هم جمع بشن که این مورد رو تحلیلگر معنایی تشخیص میده و بعد تحلیلگر معنایی بررسی میکنه که خب اگر انواع با هم سازگاری ندارن، آیا زبان امکان تبدیل نوع رو به هم به یکدیگر میده یا نه؟ مثلا آیا زبان C این امکان رو فراهم میکنه که نوع اینتیجر به نوع فلوت تبدیل بشه یا نه؟ خب اگر این امکان وجود داشته باشه به طور جز دستورات و قواعد زبان، خب تحلیلگر معنایی به طور خودکار که همچین تبدیلی رو در حقیقت انجام میده و اگر نه، در اینجا پیغام خطایی صادر میشه مبنی بر اینکه شما در محاسبات خودتون دو تا متغیری رو با هم جمع کردید که از لحاظ نوع با هم سازگار نیستن. یک مثال دیگه برای شما قید میکنم. فرض بکنید که ما تابعی تعریف کردیم به نام مثلا فرض بکنید تابع سام که به عنوان ورودی سه تا عدد A، B و C رو میگیره و این سه تا رو با هم جمع میزنه و این تعریف شده به عنوان یک تابع و در حقیقت قرار وجود داره. خب حالا در جایی از برنامه ما در حقیقت دستور سام رو می نویسیم به صورت سام فرض بکنید آ و در حقیقت بی. خب اگرچه از لحاظ گرامری هر دو دستوری که اینجا نوشته شده، هم این سامی که فراخوانی کرده تابع سام رو و هم دستور اینجا که تعریف کرده سام رو، از لحاظ لغوی و از لحاظ گرامری هیچ اشکالی ندارند، اما سامی که اینجا فراخوانی شده دو متغیر ورودی داره و سامی که اینجا تعریف شده سه تا متغیر داره به عنوان ورودی، یا سه تا آرگومان داره و این ناهمخوانی تعداد آرگومان ها بین این دو تابع فراخوانده شده و تعریف یک خطای معنایی رو در حقیقت به ما میده، یعنی عدم تطبیق تعداد آرگومان های فراخوانده شده با تعریف یک تابع. علاوه بر این ممکنه در هنگام تعریف ما آ و ب رو از نوع اینتیجر تعریف کرده باشیم، ولی اینجا وقتی فراخوانی کردیم آ را از نوع اعشاری، فلوت، دابل یا هر نوع دیگه ارسال کرده باشیم که این هم یک خطای معنایی به حساب میاد. ما در مورد تحلیلگر معنایی و عملیاتش مفصلتر برای شما در بخش‌های بعدی صحبت خواهیم کرد. خب در حقیقت تا الان ما سه تا بخش اصلی که جز بخش آنالیزیس یا تحلیل کامپایلر بود رو خدمت شما معرفی کردیم. چهارمین بخش در حقیقت یک کامپایلر استاندارد، البته چون تاکید میکنم همه این بخش ها لزوما در کامپایلرهای تجاری به صورت مجزا وجود ندارند و در حقیقت ممکنه که هر کدوم از این بخش ها به طور در حقیقت کنار هم، یعنی متداخل با هم تعریف شده باشن. به هر صورت ما تاکید میکنیم که اینا بخش‌های کامپایلر استاندارد هستن. بخش چهارم تولید کننده کد میانی یا تولید کد میانی خواهد بود، یا اصطلاحاً اگر بخوایم به در حقیقت انگلیسیش هم برای شما بنویسیم intermediate code generation. intermediate code generation. تولید کننده کد میانی وظیفه داره که در حقیقت با توجه به اون رشته تجزیه شده توسط پارسر بیاد و یک کد میانی، یک کدی که مستقل از ماشین و یا سیستم عامل یا سخت افزار به خصوصی هست رو تولید بکنه. این کد معمولاً با استفاده از دستورات سه آدرسه در حقیقت تولید میشه. ما به دستورات سه آدرسه با استفاده از دستورات، من برای شما بنویسم دستورات سه آدرسه که اصطلاحاً بهش کوادروپلز گفته میشه. کوادروپلز. چرا به دستورات سه آدرسه کوادروپل گفته میشه؟ به خاطر اینکه یک عملگر داره، فرض کنید ضرب، یک عملبند اول داره، یک عملبند دوم داره و یک عملبند سوم داره که این نشون میده که عملگر باید روی عملبند اول و دوم اعمال بشه و نتیجه در عملبند سوم قرار بگیره. مزیت استفاده از دستورات سه آدرسه اینه که خب ما میتونیم مستقل از هر نوع سخت افزار و یا هر نوع سیستم عامل به خصوص کد تحلیل شده و تجزیه شدهمون رو در حقیقت ترجمه بکنیم و بعد این دستور سه آدرسه میتونه به دستورات ماشین هدف، هر ماشین، هر سخت افزار و هر سیستم عاملی با استفاده از یک برنامه خیلی کوچیک و خیلی ساده تبدیل بشه. بنابراین ما به این ترتیب میایم قبل از اینکه برنامه‌مون رو به کد ماشین تبدیل بکنیم، به کد میانی با استفاده از دستورات سه آدرسه تبدیل میکنیم. خب بخش پنجم در حقیقت یک کامپایلر استاندارد شامل بهینه‌سازی یا اپتیمایزیشن میشه. البته بهتره به این بهینه‌سازی اولیه بگیم، چون ما یه بهینه‌سازی نهایی هم توی در حقیقت بخش آخر کامپایلر داریم که حالا خدمتتون معرفی میکنم و بنابراین بهینه‌سازی هم اپتیمایزیشن بهش میگن. بهینه‌سازی اولیه یک وظیفه‌ای داره که میاد کد میانی رو میخونه و سعی و هدف از بهینه‌سازی اینه که بیاد تا جایی که امکان داره مصرف حافظه رو کمتر بکنه، تعداد متغیرهای به کار رفته رو کمتر بکنه، دستورات اضافی رو حذف بکنه تا کد برنامه در حقیقت سریع‌تر و با مصرف حافظه کمتر اجرا بشه. یکی از کارهایی که معمولا میتونه تو بهینه‌سازی اولیه انجام بشه اینه که حلقه ها مورد بررسی قرار بگیرن. چرا؟ برای اینکه ما ممکنه توی در حقیقت حلقه ها دستوراتی رو داشته باشیم که اصلا به تکرارهای حلقه وابستگی ندارن، اصطلاحاً بگیم لوپ اینوریانت هستن. یعنی همچنان که معمولا ما دستوراتی رو داخل حلقه میذاریم که با تکرارهای حلقه مقدارشون عوض میشه و به شمارنده حلقه و یا به یه چیز دیگه‌ای ارتباط دارن. خب دستوری که در حقیقت به تکرارهای حلقه وابسته نیست، بودنش توی حلقه باعث میشه که به تعداد تکرارهای حلقه 100 بار، 1000 بار، 10 بار یا هر چند بار اجرا بشه و بیهوده اجرا بشه و فقط زمانی رو در حقیقت از برنامه ما اشغال کنه. بهینه‌ساز اولیه به راحتی میتونه این دستور که مستقل از تکرارهای حلقه هست رو از حلقه خارج کنه و به بیرون از حلقه در حقیقت منتقل کنه. به علاوه سعی میکنه بهینه‌سازی اولیه نگاه بکنه ببینه که در حقیقت آیا این امکان هست که از تعداد متغیرهای کمتری استفاده بکنه به طوری که مصرف حافظه کمتر بشه و در حقیقت با حافظه کمتر و دستورات کمتری بتونه برنامه رو تولید بکنه. بنابراین اینها همه مواردیه که ما البته در بخش بهینه‌سازی که تقریباً آخرین بخش درس ما رو تشکیل میده، در مورد این موارد به طور مفصل‌تر خدمت شما در حقیقت صحبت خواهیم کرد. 5 بخش که تا الان به شما معرفی شد رو ما در حقیقت بهش میگیم 5 بخش چیزی بدید 5 بخش اولیه یک کامپایلر رو ما بهش همونطور که قبلا هم عرض کرده بودم بهش فرانت اند یا جلوبندی کامپایلر میگیم. چرا بهش فرانت اند یا جلوبندی میگیم؟ دلیلش رو من خدمتتون عرض کردم، اما یک بار دیگه میگم خدمتتون که ما هدفمون اینه که وقتی که کامپایلر رو تولید میکنیم میخوایم کامپایلر ما از لحاظ تجاری بتونه روی سیستم عامل‌ها و سخت افزارهای مختلفی قابلیت اجرا رو داشته باشه. اما خب میدونیم در طراحی کامپایلر قسمت تحلیلگر لغوی، نحوی، معنایی و خیلی از این قسمت‌ها اصلا ارتباطی با سخت افزار و سیستم عامل ما نداره. بنابراین ما میتونیم در حقیقت از لحاظ برنامه نویسی و تولید کد کامپایلر این 5 بخش رو جداگانه تولید بکنیم به طور مستقل و خب بخش نهاییش رو که حالا خدمتتون معرفی میکنم اون رو برای هر سخت افزار و یا هر سیستم عامل به خصوص مجزا و توسعه بدیم و به این ترتیب بتونیم کامپایلرمون رو برای پلتفرم ها و محیط های مختلف در حقیقت آماده بکنیم. خب 2 بخش انتهایی کامپایلر استاندارد از اونجایی که 7 بخش داشته به نام در حقیقت بک اند یا بخش انتهایی کامپایلر معروف هستش که همونطور که خدمتتون گفتم این بخش بک اند مطابق با اون محیط، اون سخت افزار و یا در حقیقت اون سیستم عامل هدف ما در حقیقت تولید میشه. خب بخش بک اند یا بخش در حقیقت انتهایی، این بخش انتهایی شامل دو قسمت هستش. یکی حالا اینجا از قسمت بهینه‌سازی بخش پنجم میاد، یکی تولید کد در حقیقت نهایی رو ما داریم که این بخش ششم کامپایلر ما هست، یا به اصطلاح ماشین کد جنریشن هم البته بهش میگن و دلیلش هم شما الان میدونید. کد ما بر حسب در حقیقت سخت افزار و پلتفرم ما داره تولید میشه. ماشین کد جنریشن و بعد قسمت در حقیقت هفتم کامپایلر ما که شامل اون هم بهینه‌سازی هستش. متا این بهینه‌سازی اصطلاحاً تو کتاب‌ها شاید این رو ننوشته باشن، ولی واقعیت اینه که این بهینه‌سازی نهایی هستش. خب بخش ششم یا تولید کد نهایی وظیفه‌اش اینه که در حقیقت با استفاده از اون دستورات سه آدرسه یا کد میانی بهینه شده‌ای که تولید شده، اون رو یک بار از اول تا آخر میخونه و با استفاده از در حقیقت جدولی که قبلا تعریف شده و داره میاد و کد نهایی، کد قابل اجرا رو تولید میکنه. اینجا لازمه که من یک نکته رو خدمت شما عرض بکنم. کامپایلر از لحاظ اونچه که در کتاب‌ها تعریف میشه، که حالا البته ما تعریف دقیق‌ترش رو خدمت شما ارائه میدیم، وظیفه‌ش اینه که یک برنامه مبدأ رو به یک برنامه مقصد تبدیل بکنه. بنابراین لزومی نداره که حتما کد تولید شده مقصد ما یک کد قابل اجرا باشه. ممکنه که کامپایلر ما برنامه به یک زبانی رو به یک زبان دیگری تبدیل بکنه و لزوما کد اجرایی رو به ما نده. مثالی برای شما قید میکنم. مثلا کامپایلر زبان سی وقتی برنامه زبان سی رو میخونه به اسمبلی اون رو تبدیل میکنه و بعد یک اسمبلر فراخوانی میشه و برنامه اسمبلی رو به کد قابل اجرا توسط ماشین تبدیل میکنه. بنابراین لزوماً کدی که در بخش ششم تولید میشه، کد ماشین یا کدی که سی پی یو بتونه اون رو اجرا بکنه نخواهد بود. ممکنه کد به زبانهای دیگر باشه. لزوما برنامه از یک فرم مبدأ به یک فرم مقصدی تبدیل شده باشه. خب بخش ششم که تولید کد بود که خدمتتون در حقیقت توضیحاتش رو عرض کردم و بعد قسمت هفتم یا بهینه‌سازی نهایی رو ما داریم. خب توی بهینه‌سازی نهایی اون اتفاقی که در حقیقت میفته اینه که کد ما که حالا تولید شده و احتمالاً حالا شاید کد مقصد یا کدی باشه که بتونه سخت افزار یا سی پی یو اجرا کنه و یا کد به زبان دوم یا مقصدی باشه، با توجه به اون پلتفرم، اون سیستم عامل یا اون سخت افزاری مقصدی که کد براش تولید شده میاد و یک بهینه‌سازی مجددی روش انجام میشه. فرض کنید که زبان مقصد ما زبان ماشین باشه و قراره که در حقیقت کد ما رو یک سخت افزاری اجرا بشه و به زبان دومی تبدیل نشده. خب حالا که ما در این سطح کد رو تولید کردیم، میدونیم که اون سخت افزار ما یا اون پردازنده ما چه ثبات ها یا چه رجیستر هایی داره. پس یکی از کارهایی که بهینه‌سازی نهایی میتونه انجام بده اینه که بیاد تا جایی که امکان داره، تا جایی که میسر هستش، از ثبات‌های پردازنده استفاده بکنه و متغیرهای استفاده شده در برنامه رو به جای اینکه توی حافظه نگهداری بکنه برای تسریع اجرای برنامه در ثبات‌ها نگهداری بکنه. و این یک فرآیندی است که بهینه‌سازی نهایی که با توجه به اون سخت افزار انجام میشه. خب دیگه چه کارهایی میتونه انجام بده؟ فرض کنید پردازنده مال یک پردازنده چند هسته‌ای یا مالتیکور باشه که این روزها خب شما میتونید خیلی این پردازنده ها رایج هستند، مثلا دوال کور یا کواد باشه. خب ما میتونیم برنامه‌مون رو اگر امکان داشته باشه به چندین ترد که شما حتما توی درسی مثل سیستم عامل با مفهوم ترد، ریسمان ها یا رشته های اجرایی آشنا هستید، به چند ترد یا در حقیقت ریسمان اون رو بشکنیم یا نخ و در حقیقت این رشته های اجرایی که مثل فرایندها هستند در حقیقت به طور موازی یا شبه موازی روی این در حقیقت چند هسته‌ای های پردازنده ما اجرا بشن و به این ترتیب ما بتونیم برنامه‌مون رو با سرعت بهتر و بالاتری اجرا بکنیم. علاوه بر این شما از درس معماری کامپیوتر با مفهومی به نام خط لوله یا پایپلاین آشنایی دارید. خط لوله یک امکانی بود در پردازنده ها که باعث تسریع اجرای کد می شد. خب در صورت امکان ما در مرحله بهینه‌سازی نهایی میتونیم از امکانات خط لوله پردازنده استفاده بکنیم که خب به این ترتیب کد ما باز تا حدودی اجرای سریعتری داشته باشه و امثال اینها. به هر صورت ما باز هم خدمتتون میگم در قسمت بهینه‌سازی مفصل‌تر راجع به اینها صحبت میکنیم. فقط خواستیم اینجا اشاره بکنیم که به طور کلی چه عملیاتی ممکنه در هر یک از بخش‌های کامپایلر اتفاق بیفته. خب حالا که 7 بخش مختلف کامپایلر رو شناختیم، لازمه که به شما 2 تا نکته خیلی مهم رو بگم. همه 7 بخش یک کامپایلر استاندارد به طور در حقیقت مشترک به یک جدول یا به یک ساختاری دسترسی دارن به نام جدول علائم یا سیمبل تیبل یا جدول نشانه ها. جدول علائم که به عبارتی بهش سیمبل تیبل هم میگن. جدول علائم یک در حقیقت به عنوان یک بانک اطلاعات شاید برای کامپایلر به حساب بیاد. به عنوان مثال تمام کلمات مجاز شناخته شده در یک زبان که گفتیم اسکنر باید اونها رو تشخیص بده در جدول علائم به همراه خصوصیات و مشخصاتشون به طور کامل نگهداری میشه. وقتی که تحلیلگر لغوی ورودی رو کاراکتر به کاراکتر میخونه یک کلمه رو تشخیص میده برای اینکه بفهمه آیا این کلمه جزء در حقیقت کلمات مجاز اون زبان هست یا نه، باید در یک جدولی در یک اصطلاح دیکشنری یا یک بانک اطلاعاتی نگاه بکنه، جستجو بکنه تا ببینه آیا این کلمه جزء کلمات شناخته شده زبان هست یا خیر. جای این بانک اطلاعات یا این در حقیقت جدول علائم هستش که تمام کلمات مجاز زبان مثل ایف، مثل فور، مثل وایل، مثل انواع کاراکترهای مجاز و شناخته شده، جدا کننده ها و انواع چیزهایی که خدمت شما در ابتدا معرفی کردیم توی جدول علائم به عنوان یک دیکشنری یا یک بانک اطلاعات ذخیره شده. بسیار خوب. تحلیلگر نحوی شکل چیدمان ورودی رو با استفاده از گرامر میتونه تشخیص بده. اما گرامر کجا باید ذخیره بشه که پارسر بهش مراجعه بکنه و میتونه صحت ورودی رو تشخیص بده؟ جای ذخیره اون جدول علائم هستش. تحلیلگر معنایی میخواد تایپ چکینگ یا کنترل نوع انجام بده، ببینه که آیا دستورات یا عبارات محاسباتی که نوشته شدن از نظر نوع با هم سازگار هستند یا نه. کجا میتونه پیدا کنه که چه انواعی با هم سازگار هستند و چه انواعی سازگار نیستند، چه انواعی به هم قابل تبدیل هستند یا خیر، جای اونها در جدول علائم هستش که ذخیره شده. تولید کننده کد میانی میخواد دستورات سه آدرسه تولید بکنه. از کجا باید بدونه که یک شکل جمله‌ای رو که حالا پارسر بهش تحویل داده به چه دستور سه آدرسه‌ای باید تبدیل بکنه؟ این فرمت این دستور سه آدرسه چه خواهد بود؟ جای اینها در جدول علائم هستش. به همین ترتیب عملیات مختلفی که بهینه‌سازی اولیه، بهینه‌سازی نهایی و یا تولید کد نهایی انجام میده، اینا همه در جدول علائم درج شده. به عنوان مثال تولید کننده کد نهایی باید بدونه که هر دستور کد میانی رو به کدام دستور یا کد ماشین باید تبدیل بکنه. جای اینها در حقیقت در جدول علائم هستش که درج شده. یک نکته مهمی رو که من باید خدمت شما اینجا عرض بکنم اینه که چون یک کامپایلر بخش‌های مختلفش به خصوص پارسر و اسکنر که شما میدونید چرا خیلی زیاد به جدول علائم مراجعه میکنن، شاید اسکنر مراجعات خیلی بیشتری داشته باشه به خاطر اینکه اسکنر ورودی رو لغت به لغت در حقیقت میخونه. بنابراین جدول علائم باید یک ساختاری داشته باشه که در حقیقت بتونیم خیلی سریع و کارا درج بکنیم اگر ممکنه اطلاعاتی رو در اون، و بتونیم به طور خیلی سریع بازیابی بکنیم از اون اطلاعات رو. به عنوان مثال میدونید که تحلیلگر لغوی یا همون اسکنر ورودی رو که میخونه، متغیرها یا شناسه ها رو که میخونه باید یک جایی درج بکنه که به عنوان مثال من در این برنامه متغیر خوندم به نام آ، از نوع اینتیجر هستش و خیلی اطلاعات دیگه رو باید نگهداری کنه، یا متغیری خوندم به نام فرض کنید تمپ که از نوع فلوت هستش. شما میدونید توی برنامه در حقیقت اطلاعات خیلی زیاد اینه، پروتوتایپ، توابع، الگو و تعریف اونها، انواع احتمالاً لیبل هایی که تعریف شده و خیلی اطلاعات مختلفی هست که در حین خوندن برنامه اسکنر میخونه و باید نگهداری بکنه. اینکه یک متغیر در کدوم خط از برنامه نگهداری شده، تعریف شده، تا بعداً وقتی که ازش استفاده شده میخواد آدرس یا کدش رو تولید کنه بتونه به اون آدرس مراجعه کنه و خیلی موارد دیگه. همه اینها جای درجشون، توکن های مختلفی که خونده میشه جای درجشون در جدول علائم هستش. پس جدول علائم یک ساختاریه که اطلاعات خیلی زیادی توش درج میشه، خونده میشه و با فرکانس خیلی زیاد این کار انجام میشه. کارایی در حقیقت جدول علائم در درج اطلاعات و بازیابی بسیار سریع از اون اهمیت ویژه داره. یکی از ساختماندادهای خیلی خوب و کارا برای پیاده سازی جدول علائم، جدول در همسازی یا هش تیبل هستش که ما میتونیم در حقیقت به سرعت بیایم و انواع اطلاعات مختلف در مورد شناسه ها، علائم و هر چیز دیگه رو تو اون درج کنیم و به سرعت هم بازیابی بکنیم. فقط این رو بدونید که ساختمان داده‌ای که استفاده میشه برای پیاده سازی باید ساختمان داده‌ای خیلی سریع و کارایی برای درج و جستجو و بازیابی باشه. بسیار خوب، این جدول علائم بود که خدمت شما معرفی کردیم. باید اینجا یک نکته دیگه رو هم به شما بگم که جدول علائم در دو دسته از زبانها که ما به نام زبانهای کامپایلری و مفسری میشناسیم با هم متفاوت هستش که البته من در جای خودش در ادامه درس خدمت شما تفاوت این دوتا رو توضیح خواهم داد. خب علاوه بر جدول علائم که به همه 7 بخش کامپایلر استاندارد در حقیقت متصل هستش، یه بخش دیگری ما داریم توی کامپایلر استاندارد به نام مدیریت استثناءات یا اکسپشن یا ارور هندلینگ، مدیریت خطاها یا به عبارتی استثناءات که ما بهش در حقیقت ارور هندلینگ میگیم. هر یک از 7 بخش استاندارد در حقیقت کامپایلر ما مکانیزم جداگانه و مجزایی برای مدیریت خطاها دارند. ما هر بخش کامپایلر رو که بعداً با جزئیات و تفسیر خدمت شما تکنیک‌ها، روش‌های پیاده‌سازی و الگوریتم‌هاش رو بگیم، در انتهای هر بخش تکنیک‌ها و روش‌های رایج مدیریت خطا رو هم در حقیقت براتون اونجا معرفی میکنیم و بدونید که مدیریت خطاها در هر بخش با بخش دیگه متفاوته. خطاهایی هم که در هر بخش اتفاق میفته با بخش دیگه متفاوته. به خاطر همین هم هست که مکانیزم در حقیقت مدیریت استثناها و خطاها تا حدودی با هم چیه متفاوت هستش. اما اینجا به طور خیلی ساده و در حد بحث جلسه اولمون اگه بخوام عرض بکنم، باید این رو به شما بگم که در حالت کلی بیشترین خطاهایی که ممکنه اتفاق بیفته ممکنه خطاهای نحوی باشه، یعنی خطاهای نحوی معمولاً بیشترین خطاها رو به خودشون اختصاص میدن و بعد خطاهای در حقیقت معنایی هستن که در رتبه دوم قرار دارن و سوم خطاهای لغوی، خطاهای در حقیقت لغوی از لحاظ رتبه در حقیقت رخ دادن در رتبه سوم قرار دادن. البته این یک در حقیقت قانون یا استانداردی نیست، ولی به طور تجربی دیده شده که این گونه خطاها بیشتر توی برنامه اتفاق میافتند. بسیار خوب، ما تا الان 7 بخش مختلف کامپایلر رو به شما معرفی کردیم و تعاریف اون رو خدمتتون ارائه دادیم. تا بخش بعد که من تا چند لحظه دیگه خدمت شما خواهم بود، یه سری تعاریف و نکات بیشتری رو از مقدمات کامپایلر. بسیار خوب، تا اینجا ما 7 بخش یک کامپایلر استاندارد رو خدمت شما در حقیقت معرفی کردیم. حالا بهتره که بعد از اینکه یه دید کلی حالا از بخش‌های مختلف کامپایلر به دست آوردیم، یک تعریفی از در حقیقت انواع مترجم‌ها و کامپایلر خدمت شما بگیم. مترجم‌ها در حالت کلی به 2 دسته تقسیم میشن. مترجم ها رو ما به دسته اول به کامپایلر ها تقسیم میکنیم و دوم در حقیقت به مفسر ها یا اینترپریتر. کامپایلر که در حقیقت به قسمت های مختلفش رو الان برای شما معرفی کردیم، به طور خیلی رسمی اگه بخوایم تعریف بکنیم، برنامه‌ایه که یک به عنوان ورودی برنامه به یک زبان مبدأ رو دریافت میکنه و در خروجی برنامه به زبان مقصد رو به ما تحویل میده، یعنی برنامه رو از شکلی به شکل دیگه تبدیل میکنه. برنامه مقصد لزوماً برنامه قابل اجرا توسط ماشین ممکنه نباشه. همونطور که قبلا خدمتتون گفتم ممکنه مثلا برنامه زبان سی به زبان اسمبلی یا هر چیز دیگه‌ای در حقیقت تبدیل بشه. عملکرد کامپایلر به این صورت هستش که برنامه ورودی رو یک بار از اول تا آخر میخونه و اون رو خطایابی میکنه و تمام خطاهاش رو پیدا میکنه، رفع میکنه و احتمالاً به رفع که به کاربر در حقیقت اونها رو اعلام میکنه، کاربر رفع میکنه و برنامه به طور صحیح کامپایل میشه و به زبان مقصد ترجمه میشه. پس بنابراین اگر احیانا در حقیقت کامپایلر به زبان ما تولید کنه یا حالا به هر زبان مقصد کدی که کامپایلر تولید میکنه کد بسیار سریع و کاراییه، چون هیچ چیزی رو به زمان اجرا در حقیقت واگذار نکرده. در اینجا یک اصطلاحی رو ما باید به شما معرفی کنیم که شما تو درس طراحی و پیاده سازی زبان‌های برنامه‌سازی با اون قبلا آشنا شدید به نام ارلی بایندینگ یا انقیاد زودرس. شما میدونید که انقیاد انتساب یک صفت از مجموعه از صفات رو به یک عنصر برنامه ما میگیم انقیاد. مثلا فرض کنید وقتی یک متغیری رو از نوع اینتیجر تعریف میکنیم در برنامه، این متغیر A مقید شده به نوع اینتیجر و دیگه نمیتونه نوع دیگه مثل فلوت، دابل، لانگ یا انواع دیگری در حقیقت داشته باشه. این رو ما به انقیاد میشناسیم که یادتون هست از این درس طراحی زبان ها که انقیاد 4 تا زمان میتونست داشته باشه: انقیادهای زمان تعریف و تبیین زبان، انقیادهای زمان پیاده سازی زبان، انقیادهای زمان ترجمه، یعنی وقتی که برنامه نویس برنامه‌شو نوشته و حالا کامپایلر داره ترجمه میکنه، و انقیادهای زمان اجرا. از اونجایی که معمولاً توی زبان‌های کامپایلری انقیادها انقیادهای ارلی بایندینگ یا انقیادهای زودرفع هستند، معمولاً تکلیف همه چیز در زمان ترجمه برنامه مشخص میشه و هیچ موردی یا هیچ تعریفی از برنامه به زمان اجرا موکول نمیشه. بنابراین نوع اجرای برنامه ها خیلی سریعتر و کاراتره، چون تخصیص حافظه به متغیرها و خیلی از چیزها در زمان ترجمه انجام شده. در این زبان ها معمولا در هنگام ترجمه جدول علائم یا سیمبل تیبل وجود داره و با خاتمه ترجمه جدول علائم از بین میره و معمولاً هیچ انعطاف پذیری در برنامه‌های کامپایلری وجود نداره. در ازای اون ما به سرعت و کارایی برنامه‌ها دست پیدا می‌کنیم. در مقابل زبان‌های کامپایلری که براشون کامپایلر نوشته شده، مثالی براتون از زبان‌های کامپایلری قید بکنم، مثل زبان سی، مثل زبان سی پلاس پلاس، مثل زبان فورترن که البته یک زبان قدیمی هستش که دیگه الان کاربرد نداره، زبانی مثل جاوا که خب امروز خیلی پرکاربرده، زبانی مثل پاسکال که شما حتما تو درس‌های مقدماتیتون باهاش آشنا شدید و امثال اینها جزو زبان‌های کامپایلری محسوب میشن. برنامه یک بار از اول تا آخر خونده میشه، اجرا میشه، ترجمه میشه، اشکال زدایی میشه و در حقیقت به برنامه مقصد تبدیل میشه. اینجا خیلی مفیده که من یک تعریفی رو خدمت شما ارائه بدم. ما از این به بعد ممکن از یک اصطلاحی استفاده کنیم به نام پس یا گذر. به یک بار خوندن برنامه ورودی از ابتدا تا انتها یک پس یا گذر گفته میشه که حالا ما بعداً در حقیقت به این گذر مراجعه میکنیم. همینقدر رو باید بدونیم که زبان‌های کامپایلری معمولا در 1 یا 2 گذر برنامهشون توسط کامپایلر ترجمه میشه. در مقابل ما مفسر یا اینترپریتر رو داریم. مفسر برخلاف کامپایلر که یک بار برنامه رو میخوند و ترجمه میکرد، برنامه رو خط به خط میخونه، همونجا هر خط رو ترجمه میکنه و مستقیما همون خط رو اجرا میکنه. بنابراین اون چه که در مفسر اتفاق میفته، ترتیب ترجمه خطهای برنامه منطق برنامه است. منطق برنامه مشخص میکنه که کدوم خط الان باید ترجمه و اجرای همون لحظه اجرا بشه. بنابراین اگر حلقه ای داشته باشیم که برای نمونه 100 بار اجرا میشه، 100 بار هم دستورات داخل اون حلقه ترجمه میشن و اجرا میشن. بنابراین از سرعت و کارایی برنامه‌ها در مفسرها کاسته میشه. اما حسنی که این مسئله داره اینه که ما میتونیم به انعطاف پذیری دست پیدا بکنیم. اغلب توی زبانهای مفسری نوع یک متغیر در زمان اجرا میتونه عوض بشه. مثلا مثالهایی از زبانهای مفسری رو اگه به شما بگم، زبان بیسیک که خب یک زبان پایه است که شما اون رو حتما باهاش از قبل آشنایی دارید. زبانی مثل در حقیقت پرولوگ که یک زبان برنامه نویسی هوش مصنوعی هستش، پروگرامینگ این لاجیک، یا زبانی مثل لیست، یک زبان اونم هوش مصنوعی قدیمی تر است، در حقیقت پرولوگ لیست پروسسینگ هستش، و یا زبانی مثل ML که شاید کمتر به گوشتون خورده باشه ولی درس طراحی زبان ها حتما باهاش آشنا شدید. اینا همه جزو زبان های مفسری به حساب میان، زبانهایی هستن که در کد برنامه خط به خط خونده میشه، ترجمه میشه و همون لحظه اجرا میشه. معمولا این برنامه ها، این زبان ها از سرعت و کارایی لازم برخوردار نیستن. در ازای اون ما انعطاف پذیری رو به دست آوردیم. این که به عنوان مثال که خدمتتون عرض کردم، نوع یک متغیر میتونه در زمان اجرا با خونده شدن مقدارش همون لحظه تشخیص داده بشه و میتونه در زمان اجرا بارها نوع یک متغیر عوض بشه. اصطلاحاً ما تو زبان‌های مفسری در حقیقت لیتر بایندینگ یا انقیاد دیررس داریم، در مقابل زبان‌های کامپایلری که انقیاد زودرس داشتیم. یه مثالی رو برای شما قید میکنم. مثلا توی زبان فورترن که زبان کامپایلری به حساب میاد، کار کردن با آرایه ها و رشته ها در محاسبات عددی خیلی سریع و کاراست، به خاطر اینکه زبان فورترن در زمان ترجمه تمام عملیات خودش رو انجام میده و هیچ چیزی به زمان اجرا موکول نمیشه. به این ترتیب بهترین و سریعترین کد برای کار کردن با آرایه ها و خونه هاش در حقیقت تولید میشه. اما در مقابل زبانی مثل ML در کار کردن با آرایه ها و رشته ها و آرایه های خیلی بزرگ شاید کارآمد نباشه و خیلی کنده، به خاطر اینکه زبان ML زبان مفسری انقیادهای دیررس هستند. خیلی از در حقیقت کارها رو به زمان اجرا موکول میکنه و بیشتر وقت مفسر ML در زمان اجرا صرف این مسئله میشه که در حقیقت حالا طول آرایه ها و ابعاد اونها رو در زمان اجرا ایجاد بکنه، ابعادشون رو تغییر بده حالا بر اساس کدایی که نوشته شده، انقیادها تغییر بکنه و وقت مفسر تا حدودی برای این مسئله صرف میشه. اما حالا نگاه بکنید که زبانی مثل ML در پردازش رشته ها بسیار میتونه انعطاف پذیر عمل کنه، به خاطر همون انقیاد دیررس و مفسری بودنش میتونه رشته ها رو در زمان ورودی بخونه، انواع تغییرات حالا به انتهای رشته های دیگه رو اضافه کنه، پردازش های متنوعی رو اون انجام بده، در صورتی که این کار در فورترن به سادگی انجام نمیشه. علت اون همین انقیاد دیررس و مفسری بودن در حقیقت زبان ML خواهد بود. یکی از نکاتی که من باید اینجا خدمت شما عرض کنم که توی تعریف کامپایلر ها ما داشتیم جدول علائم بود. در زبان‌های کامپایلری جدول علائم در هنگام ترجمه برنامه ایجاد میشه تا خاتمه ترجمه وجود داره و نابود میشه. جالبه بدونید در زبان‌های مفسری مثل ML، مثل لیست و پرولوگ جدول علائم در زمان اجرا هم نگهداری میشه که به جدول علائم زمان اجرا میگیم، که چون استفاده میشه برای درج علائم مختلف، برای اشکال زدایی و دیباگینگ هنگام اجرا و خیلی عملیات دیگه. خب چون نوع یک متغیر به عنوان نمونه میتونه عوض بشه، پس ما باید جدولی رو هنگام اجرا داشته باشیم که نگهداری بکنه که یک متغیر استفاده شده در برنامه در اون لحظه از اجرای برنامه نوعش چیه که در حقیقت مفسر بتونه انواع کنترل‌های مختلف رو برای اشکال‌زدایی روش انجام بده. یکی دو نکته دیگه هم در مورد مفسرها باقی مونده که اونم خدمتتون عرض کنم، این که اگر ما توی برنامه‌های زبان‌های مفسری احتمالاً خطایی در جایی از برنامه داشته باشیم و کنترل اجرا به اون نقطه از برنامه نرسه، ممکنه هرگز خطای اون نقطه کشف نشه، چون می‌دونیم که در حقیقت خط بعدی برای ترجمه در مفسر بر اساس منطق برنامه انتخاب میشه و خط منطقاً بعدی خواهد بود و این یکی از در حقیقت معایب مفسر هاست. و دوم این که اگر خدمتتون گفتم بارها حلقه ها رو داشته باشیم که باید به دفعات زیاد اجرا بشن، به دفعات تکرار حلقه خب برنامه ترجمه میشه و این باعث کاهش سرعت این گونه برنامه ها خواهد شد. خب مفهوم گذر رو من چند دقیقه پیش برای شما تعریف کردم که ما گذر یا پس رو به یک بار خوندن برنامه از ابتدا تا انتها یک گذر میگیم. کامپایلرها از لحاظ اینکه چند بار برنامه ورودی رو میخونن به دو دسته تقسیم میشن، یا کامپایلرها سینگل پس هستن یا تک گذره عمل میکنن سینگل پس، و یا مالتی پس هستن یا چند گذره عمل میکنن. اگر بیش از یک گذر برای یک کامپایلر لازم باشه تا برنامه ورودی رو در حقیقت بخونه و تجزیه بکنه، به اون کامپایلر ما مالتی پس میگیم. معمولاً کامپایلر هایی چند گذره طراحی میشن که ما بخوایم عملیات مختلف بهینه‌سازی رو روش انجام بدیم، چون بهینه‌سازی الگوریتماش معمولاً نیاز داره که به طور مجدداً کد خونده بشه تا ما بتونیم در حقیقت هم از حجم متغیرهای استفاده شده تا حدودی کم بکنیم، هم دستورات اضافی رو حذف بکنیم، هم خیلی از موارد دیگه که حالا در قسمت بهینه‌سازی خدمتتون عرض کردم رو روی کد انجام بدیم. نکته دیگه ای رو که باید اینجا خدمت شما عرض کنم، ما تعریفی رو از کلمات کلیدی رزرو شده و رزرو نشده خدمت شما ارائه دادیم. باید بدونیم که اگر توی یک زبان برنامه‌سازی کلمات کلیدی رزرو شده نباشن، مثل زبان PL1 که شرحش رو براتون در حقیقت ارائه کردیم، در این صورت دیگه اسکنر نمیتونه در حقیقت کلمات رو از شناسه ها تفکیک و تمیز بده و این وظیفه به عهده پارسر در حقیقت میفته. به این ترتیب کد اسکنر سریع‌تر میشه ولی خب وظیفه پارسر سنگین تره. دلیلش هم واضحه، چون اسکنر فقط از روی کاراکتر به کاراکتر ورودی میخونه و نظر میده، نمیتونه تشخیص بده که آیا این ایفی که در یک برنامه خونده شده یک کلمه کلیدیه یا اسم یک متغیر، و بنابراین پارسره که میتونه از روی چیدمان کلماتی که پشت سر هم میاد و با توجه به گرامری که در اختیار داره تشخیص بده که در حقیقت کلمات کلیدی کدوم ها هستند و شناسه ها و متغیر ها کدوم هستند. نکته دیگه که باید اینجا خدمت شما بگم که اینکه بعضی از زبان ها در حقیقت به ما این امکان رو میدن که ما بتونیم هر جایی از برنامه متغیرها رو تعریف کنیم. مثلا زبان سی زبانیه که ما باید متغیرها رو ابتدای هر تابه، هر تعداد متغیر نیاز داریم تعریف کنیم و تا انتهای اون تابه ازش استفاده کنیم. ولی زبانی مثل جاوا زبانی است که به ما این امکان رو میده ما هر جایی از برنامه در صورت نیاز متغیر و یا شناسه تعریف بکنیم. معمولاً زبانهایی که این امکان رو به ما میدن که ما بتونیم هر جایی از برنامه متغیر تعریف بکنیم، اینها نمیتونن تک گذره عمل کنن و احتمالاً دو یا چند گذره میشن و تا حدودی ممکنه کامپایلر کنتر عمل بکنه. در اینجا کامپایلر و مفسر رو که ما خدمت شما معرفی کردیم، لازمه که چند تا از برنامه ها که خویشاوندان کامپایلر در حقیقت تعبیریه که کتاب کامپایلر ایهوب به کار برده رو خدمت شما در حقیقت معرفی بکنیم. خویشاوندان کامپایلر برنامه هایی هستند که به نوعی مشابه کامپایلر برنامه ورودی رو میخونن، اما خب شاید به پیچیدگی کامپایلر نباشن و عملکردشون مانند اون پیچیده نباشه. یکی از خویشاوندان کامپایلر پیش پردازنده ها هستند. پیش پردازنده یا پری پروسسور. پیش پردازنده برنامه است که وظیفه داره قبل از اینکه کامپایلر عملیات خودش رو انجام بده، یک بار برنامه ورودی رو میخونه و عملیاتی مثل حذف فواصل اضافی، حذف کامنت ها رو انجام میده و خیلی کارهای دیگه ممکنه انجام بده. در اصطلاح و یا تعریف رسمی تر، پیش پردازنده برنامه است که در ورودی در حقیقت شکل توسعه یافته یک زبان رو دریافت میکنه و در خروجی شکل استاندارد شده اون برنامه به اون زبان رو به ما تحویل میده. مثلا شما زبان سی رو حتما باهاش برنامه نوشتی. ما در برنامه‌های سی ممکنه در ابتدای برنامه و یا حتما از دستورات اینکلود استفاده کرده باشیم. اینکلود که شما میدونید کتابخانه هایی رو در حقیقت به برنامه سی ما الحاق میکنه. اینکلود یک در حقیقت دستوری هستش که ذاتاً جزء دستورات زبان سی نیست و اگر بخواد کامپایلر سی برنامه رو ترجمه بکنه، با اینکلود و نامبر ساین که مواجه بشه به عنوان خطا این رو محسوب میکنه. در اینجا وظیفه پیش پردازنده زبان سیه که قبل از ترجمه کامپایلر برنامه رو بخونه، از دیدن دستور اینکلود اون فایل کتابخانه‌ای رو که در اینکلود بهش اشاره شده رو ضمیمه بکنه، کد سیش رو به فایل برنامه‌ای که ما نوشتیم و نهایتاً این دستور اینکلود رو حذف بکنه. به این ترتیب برنامه سی که ما نوشتیم از این شکل توسعه یافته به شکل استانداردی که قابل ترجمه برای برنامه است، برای کامپایلر هست، تبدیل میشه. به علاوه شما ممکنه توی زبان سی اگر کار کرده باشید دستوری مثل define رو دیده باشید. ما در زبان سی با دستور const که جزء کلمات کلیدی زبان هست میتونیم مقدار ثابت تعریف کنیم. علاوه بر این با استفاده از ماکرو یا دستور define که یک جزء کلمات کلیدی نیست و پیش پردازنده اون رو میخونه هم میتونیم در حقیقت مقدار ثابت تعریف کنیم. مثلا بگیم که define max و مقدار sal. در این صورت وظیفه پیش پردازنده سی اینه که برنامه ورودی رو بخونه، هر جا که ما عبارت max رو نوشتیم اون رو برداره، مقدار صد رو جایگزین کنه، نهایتا دستور define max صد رو از برنامه حذف کنه و برنامه رو به شکل استاندارد به کامپایلر سی تحویل بده. پس بنابراین پیش پردازنده همچین کارهای انجام میده که فواصل اضافی، کامنت ها، چون میدونید کامنت یا دستورات توضیح که به عنوان مثال در زبان سی ما با دوتا اسلش کامنت، البته در زبان سی پلاس پلاس با دوتا اسلش میتونیم کامنت یک خطی و با اسلش ستاره و ستاره اسلش میتونیم در حقیقت کامنت بذاریم. کامنت ها میتونید ارزش ترجمه ندارن و در حقیقت باید از برنامه رو باهاش آشنا هستید و تو زبان اسمبلی احتمالاً باهاش کار کردید، احتمالاً که نه حتما. اسمبلر برنامه‌ای است که یا مترجمی است که در ورودی برنامه‌ای رو به زبان اسمبلی دریافت میکنه و در خروجی کد ماشین یا اصطلاحاً کد جابجا پذیر تولید میکنه. معمولاً عملکرد اسمبلر در دو گذر یا دو پس خواهد بود که یک بار برنامه خونده میشه و متغیرها و لیبل ها در جدول نمادها درج میشه و در گذر دوم در حقیقت با استفاده از حالا نمادها و آدرس متغیرها که به دست اومده که بعداً مفصل راجع به اینها صحبت خواهیم کرد، برنامه رو ترجمه میکنه به زبان در حقیقت مقصد که معمولا همون کد ماشین خواهد بود. اینجا من لازمه که یک دو تعریف رو خدمت شما ارائه بدم که من تو صحبتام بهش اشاره کردم. من تو صحبتام به کد جابجا پذیر اشاره کردم و ما باید کد جابجا پذیر رو خدمت شما معرفی بکنیم که اصطلاح انگلیسی کد جابجا پذیر ریلوکیتبل هستش. ما هنگام تولید کد دو نوع کد میتونیم تولید کنیم، یکی کد جابجا پذیر یا ریلوکیتبل و دوم کد مطلق یا در حقیقت کد در ابسولوت. کد مطلق یا ابسولوت و کد جابجا. کد ابسولوت یا مطلق کدی است که آدرس متغیرها و آدرس های حافظه که در برنامه وجود داره همگی مشخص هستند که برنامه کجای حافظه خواهد نشست. شما اگر تو اسمبلی برنامه نوشته باشید، برنامه های ما اونجا داشتیم به نام برنامه های با پسوند .com که به اینها برنامه های رزیدنت یا مقیم در حافظه میگفتیم. این برنامه هایی بودن که در مکان مشخصی از حافظه همیشه قرار می گرفتن. اگر هزاران بار همونها رو اجرا می کردید می رفتن در یک آدرس ثابت و از پیش تعیین شده در حافظه قرار می گرفتن تا سیستم عامل اونها رو بتونه همگام با سایر برنامه ها اجرا بکنه. به عنوان مثال مشخص می شد که یک برنامه باید حتما بره به عنوان نمونه در آدرس 20 مثلا 20 هگز در حقیقت حافظه بشینه و از اونجا به بعد قرار بگیره تا سیستم عامل بتونه اون رو اجرا بکنه. به اینها میگفتیم برنامه های با آدرس مطلق یا ابسولوت. اما برنامه ها و زبان هایی که الان وجود دارن، کامپایلر ها کد جابجا پذیر تولید میکنن، به این معنی که کدی که تولید میشه آدرس ها درش آدرس های نسبی هستن. اولین متغیر آدرس 0 رو داره و به همین ترتیب سایر متغیرها آدرس های دیگه ای دارن که بعد از 0 همینجوری بهشون نسبت داده میشه تا هر عددی که در حقیقت لازم باشه. هر بار که برنامه در حافظه قرار میگیره، بنا به اینکه در کدوم محل از حافظه میشینه، آدرس ها در حقیقت به اون آدرس های واقعی تبدیل میشن که به این میگیم کد جابجا، یعنی کدی که میتونه آدرساش نسبی هستن و هر بار در حقیقت برنامه در یک جای متفاوتی از حافظه میشینه و آدرساش در تبدیل میشن به اون آدرس اون نواحی که در حقیقت در اون برنامه قرار گرفته. خب سومین برنامه مترجمی که در اصل جزء خویشاوندان کامپایلر به حساب میاد، بارکننده ها یا لودر هستند که خیلی ارتباط زیادی دارن با این مبحث کد جابجا پذیر و کد مطلقی که ما الان خدمت شما عرض کردیم. بارکننده یا لودر به نوعی در حقیقت برنامه ورودی رو میخونه، اما معمولا کدش جزء کد سیستم عامله و وظیفه بارکننده اینه که کد ماشین جابجا پذیر رو دریافت میکنه، آدرس های نسبی رو به آدرس های واقعی تغییر میده و برنامه رو در یک جای مشخصی از حافظه قرار میده. از این جهت که برنامه ورودی رو میخونه و تغییراتی در اون اعمال میکنه میتونه جزو خویشاوندان کامپایلر باشه، ولی عملکردش چون در اجرای برنامه ها در زمان اجرا هستش، بنابراین کدش جزء کد سیستم عامل هستش و عملکردش در هنگام اجرای برنامه ها خواهد بود. پس بنابراین وظیفه تبدیل آدرس های نسبی یا همون کد جابجا پذیر به آدرس های واقعی یا مطلق توسط بارکننده است و این وظیفه رو اون انجام میده. فرض کنید یک برنامه‌ای گفتم در کد جابجا پذیر از آدرس 0 شروع میشه تا مثلا فرض کنید متغیرهاش تا آدرس 1000 در حقیقت حافظه گرفتن که این آدرس های نسبی هستش. هنگامی که میخواد برنامه اجرا بشه، فرض بکنید که بارکننده تصمیم میگیره بنا به شرایط در حقیقت برنامه رو مثلا به عنوان نمونه در آدرس 80000 حافظه قرار بده. بنابراین اولین متغیر برنامه که در آدرس نسبیش یا در کد جابجا پذیر 0 بود به 80000 در حقیقت تغییر میکنه و در حقیقت آخرین متغیر برنامه که در آدرس 1000 بوده این دفعه آدرسش میشه 81000 و سایر متغیرهای درون برنامه که آدرسهای دیگه‌ای بین 0 و 1000 داشتن اکنون آدرس مطلقشون بین 80000 تا 81000 خواهد بود که این تبدیل رو پیش از اجرا بارکننده یا لودر انجام میده. و اگر بار دوم برنامه اجرا بشه، این بار ممکنه در آدرس 80000 نباشه و در آدرس به عنوان نمونه 90000 یه بار 60000 و آدرس‌های مختلفی در حقیقت قرار بگیره. چهارمین در حقیقت برنامه‌ای که جزء خویشاوندان کامپایلر رو میتونیم ازش یاد بکنیم ویراستار پیوندی یا لینکیج ادیتور هستش. ویراستار پیوندی یا به عبارتی لینکیج ادیتور. ویراستار پیوندی برنامه است که البته اون هم کدش جزء کد سیستم عامل خواهد بود و وظیفش اینه که ما بتونیم یک فایل واحد از چندین فایل حاوی کد ماشین جابجا پذیر رو برای ما فراهم میکنه. معمولا در پروژه های بزرگ وقتی که ما برنامه می نویسیم ممکنه کد ما در چندین فایل مجزا نوشته شده باشه و هر تکه از برنامه حالا بنا به مقتضیات به صورت ماژول و پیمانه بندی شده در فایل های مجزا کامپایل شده باشه و قرار گرفته باشه. به علاوه این که ما از کتابخانه های در اون زبان خودمون استفاده کرده باشیم که کد اونها در کتابخانه های مجزایی قرار داشته باشه. وقتی که میخواد برنامه اجرا بشه لازمه که تمام این فایل ها که کامپایل های مجزا شدن و همراه کتابخانه و هم اتصال یا الحاق شده و به صورت یک فایل واحد در حافظه قرار بگیره تا برنامه بتونه اجرا بشه و فراخوانی هایی که وجود داره بتونه در حقیقت انجام بشه. برنامه‌ای که این کار رو برای ما انجام میده همون ویراستار پیوندی یا لینکیج ادیتور هستش که از این لحاظ که به هر صورت برنامه ورودی رو میخونه، برنامه های مختلف و اونها رو الحاق میکنه به هم که البته کد اینها همه کد جابجا پذیر یا ریلوکیتبل هستند، در حقیقت جزء خویشاوندان کامپایلر به حساب میاد ولی عملکردش جزء برنامه های سیستم عامل خواهد بود. مجددا تکرار میکنم که فایل های مختلفی که ویراستار پیوندی اونها رو به هم الحاق میکنه ممکنه از کامپایل های مختلف، کامپایل های مجزا، بخش های مختلف یک برنامه که پیمانه بندی شدن در فایل های مجزا به وجود اومده باشه یا اینکه کتابخانه هایی باشه که ما از اونها استفاده کردیم و در هنگام اجرا حالا باید الحاق بشن به برنامه اصلی تا برنامه بتونه در حقیقت اجرا بشه. خیلی خوبه که ما الان یک مثالی رو حالا که تعاریف مختلف کامپایلر و خویشاوندان اون رو هم دیدیم، یک مثالی از یک خط برنامه ورودی رو برای شما نشون بدیم و ببینید که در هر مرحله وقتی برنامه ترجمه میشه توسط واحدهای مختلف، اون خط یا اون دستور به چه بخشهایی در حقیقت تجزیه و تقسیم میشه که الان این مثال رو من خدمت شما ارائه میدم. دستور برنامه رو برای شما بنویسیم و حاصل اعمال هر یک از بخش‌های مختلف کامپایلر رو روی اون به شما نشون بدیم که ببینید خروجی هر کدوم از بخش‌های مختلف کامپایلر چه چیزی خواهد بود. فرض کنید ما این دستوری که من خدمت شما می‌نویسم رو داریم، دستور پوزیشن مساوی اینیشیال به اضافه ریت ضرب در 60. این رو به عنوان یک دستور برنامه در نظر بگیرید که ما می‌خوایم در حقیقت دستور رو با بخش‌های مختلف تجزیه بکنیم و در حقیقت ترجمهش رو ببینیم. اولین بخش کامپایلر حتما یادتون هست، در حقیقت کامپایلر اولین بخشش اسکنر بود یا همون در حقیقت تحلیلگر لغوی که وظیفه‌ش این بود که کاراکتر به کاراکتر ورودی رو بخونه و در حقیقت اون رو به توکن ها تجزیه، توکن های اون رو تشخیص بده و به پارسر بده. خب شما توی این خطی که ما اینجا نوشتیم 3 تا متغیر میبینید، پوزیشن، اینیشیال و ریت. به علاوه شما 2 تا عملگر میبینید، یکی 3 تا عملگر در اساس وجود داره، یکی عملگر به اضافه، یکی عملگر ضرب و یکی عملگر انتصاب و یک نامبر یا عدد می‌بینید که همون عدد 60 هستش که کل این مجموعه یک دستور محاسباتی رو برای ما حالا ایجاد کرده که البته این یک دستور مجاز در زبان پاسکال هستش. خب میدونید که پوزیشن چون یک متغیر هستش، کامپایلر وقتی که این رو اسکنر میخونه به عنوان یک شناسه یا نام یک متغیر در حقیقت اون رو تشخیص میده. خب پس بنابراین اولین توکنی رو که اسکنر به ما برمیگردونه توکنی هست که من یک در حقیقت آیدی خوندم و میتونه به عنوان مثال اون رو نامگذاری کنه به نام آیدی 1 که یک شناسه خوندم به نام آیدی 1. توجه دارید که همزمان در جدول نمادها برای خودش درج میکنه که من توکنی خوندم که نامش پوزیشنه، نوعش در حقیقت از نوع شناسه است، یعنی کلمه کلیدی، عدد یا هر چیز دیگه نیست و حالا شماره سطر و ستونش رو وارد میکنه، شماره بلاکش و خیلی اطلاعات دیگر رو و کل این مجموعه رو به عنوان توکنی که از لگزم اول یا همون پوزیشن خونده به پارسر تحویل میده. بعد پارسر به اسکنر میگه که خب دومین توکن رو به من بده. اسکنر شروع میکنه به خوندن و کل عبارت نقطه مساوی رو میخونه و به عنوان یک لگزم مجاز در این زبان اون رو تشخیص میده که در حقیقت عملگر انتصاب هستش و یک توکن برای اون ایجاد میکنه و فرض کنید حالا نام این توکن رو هم همون 2 نقطه مساوی قرار بده. به این ترتیب در توکن نوشته میشه که من توکنی خوندم به نام دو نقطه مساوی، نوعش از جنس عملگر هستش، سطر و ستونش حالا هر چی که هست، شماره بلاک و اطلاعات دیگری رو وارد میکنه. در اینجا پارسر مجدداً برای بار سوم اسکنر رو فراخوانی میکنه و ازش میخواد که باز توکن بعدی رو به اسکنر تحویل بده. اسکنر شروع میکنه کاراکتر به کاراکتر. توجه دارید که الان اسکنر روی در حقیقت اولین حرف آی قرار داره. تا اینجا خونده، کاراکتر به کاراکتر حرکت میکنه به جلو و میخونه و وقتی که به ال میرسه در حقیقت باز متوجه میشه که یک در حقیقت توکن دیگه، یک لغت مجاز دیگه در این زبان خونده و یک لکس توکن رو براش ایجاد میکنه. باز هم اینیشیال مانند پوزیشن یک در حقیقت شناسه هست که نام یک متغیر و توکنی که براش ایجاد میشه به عنوان مثال میتونه به نام آیدی 2 باشه. به عبارت دیگه در حقیقت اطلاعات شناسنامه‌ای که براش پر میشه اینه که من یک شناسه خوندم، حالا اون چیزی که اسکنر داره اعلام میکنه نامش اینیشیاله، نوعش از نوع شناسه است، کلمه کلیدی یا هر چیز دیگه این نیست و سطر و ستون، شماره بلاکش، توکن بعدیش احتمالاً و یا هر چیز اطلاعات مختلف دیگر رو در حقیقت اعلام میکنه. مجدداً پارسر اسکنر رو فراخوانی میکنه که توکن بعدی رو به من بده و اسکنر میاد به اضافه رو میخونه و اون رو به عنوان یک توکن شناسایی میکنه. این توکن ما توکن تک کاراکتریه. باز براش یک توکنی پر میکنه و به در حقیقت اسکنر رو به پارسر تحویل میده. توکنی که اینجا برای عملگر به اضافه پر میشه اینه که نوعش از نوع جمع، عملگر، نامش به اضافه، سطر و ستونش و خیلی اطلاعات دیگر رو پر میکنه. توجه دارید که به اضافه از نوع عملگر که یک توکن تک کاراکتری هستش که در ورودی خونده شده. برای بار بعدی باز پارسر اسکنر رو فراخوانی میکنه که مجدداً توکن بعدی رو به من بده و اسکنر در ورودی پیشروی میکنه، کاراکتر به کاراکتر جلو حرکت میکنه و متغیر شناسه ریت رو میخونه و میتونه مجدداً برای اون یک در حقیقت شناسه تولید بکنه. به عنوان نمونه فرض بکنید آیدی 3 که میگه من یک شناسه خوندم به نام در حقیقت ریت، نوعش از نوع شناسه هست، سطر و ستون و اطلاعاتی که دیگه شما الان خوب اونها رو میشناسید. مجدداً پارسر اسکنر رو فراخوانی میکنه برای خوندن توکن بعدی و این بار ضرب هستش که خونده میشه و به پارسر داده میشه. بازم یک توکن تک کاراکتریه از نوع عملگر، نامش ضربه که در حقیقت به پارسر داده شده. خب برای بار بعدی هم پارسر اسکنر رو فراخوانی میکنه که توکن بعدی رو به من بده و اسکنر در ورودی پیشروی میکنه، کاراکتر به کاراکتر میخونه و در حقیقت عدد 60 رو برمیگردونه. توجه دارید که ما هنگام این نکته رو در حاشیه خدمت شما عرض می‌کنم، عدد 60 رو یک خطی در داخل صفر قرار میدیم که با حرف او اشتباه نشه. خب از این نکته که بگذریم، 60 یک توکنی است که در حقیقت از نوع نامبر به حساب میاد، نامش 60 و اطلاعات دیگری هم که با همراه توکنش خونده شده و به پارسر داده میشه. خب در خوندن همین یک خط ساده شما مشاهده کردید که حداقل 6 یا 7 بار اسکنر فراخوانی شد و هر بار هم هر توکنی که خونده میشه در جدول نمادها در حقیقت درج میشه. در حقیقت اون توکنی که خونده شده مضافاً بر اینکه اسکنر برای اینکه وقتی یک به اضافه رو میخونه بتونه به پارسر بگه که من یک به اضافه خوندم و به اضافه یک آپریتور یا یک عملگر هستش، باید جدول نمادها رو سرچ بکنه، جستجو بکنه، بگرده به اضافه رو که پیدا کرد خب ببینه که این جزء عملگر هاست تا بتونه ساختار اطلاعات شناسنامه تودین رو پر بکنیم. بنابراین مشاهده می‌فرمایید که چقدر مراجعه برای درج توکن‌های مختلف برای همین یک خط خیلی ساده به جدول نمادها انجام شد. ضمن اینکه خود اسکنر برای تشخیص و پر کردن توکن هر لگزمی که میخونه در حقیقت باز باید مراجعه کنه به جدول نمادها و در اون سرچی بکنه و سرچ کردن یک عمل زمانگیره. بنابراین ساختمان داده جدول نمادها باید این ساختمان داده خیلی کارا باشه که در حقیقت درج و جستجو در اون به سرعت بتونه انجام بشه. ضمن که در حقیقت توجه دارید که خب حالا ما تکنیکایی که بعدا به شما خواهیم گفت، عملکرد اسکنر باید عملکرد سریع باشه، چون تو ورودی کاراکتر به کاراکتر پیش میره. اسکنر از لحاظ عملیاتی عملکرد بسیار ساده ای داره ولی بسیار زمانگیره و کوچکترین تغییر میتونه در تصویر عملکردش در نهایت روی فرآیند کامپاین مؤثر باشه. خب بسیار خوب، اسکنر تک تک این توکن ها رو به شرحی که دیدید خوند و به طبق چیزی که شما میبینید در حقیقت اینها رو دونه دونه به پارسر تحویل میده. باید خدمت شما عرض بکنم که این توکن هایی رو که شما اینجا مشاهده می‌فرمایید دونه دونه به پارسر داده میشه و پارسر هر کدوم رو که میگیره عملیاتی روش انجام میده که ما بعدا شرح مفصلش رو خدمت شما ارائه خواهیم داد. نه به این صورتی که اینجا می‌بینید، اون رو در رشته ورودی در حقیقت تجزیه می‌کنیم. خب بریم ببینیم پارسر این ورودی رو که اسکنر تک تکش رو بهش میده در حقیقت چه کاری روش انجام میده. پارسر به طور ضمنی توکن ها رو که دریافت میکنه رشته ورودی رو تجزیه میکنه و به طور ضمنی یک درخت تجزیه در حقیقت میسازه. درختی که من الان برای شما میکشم واقعا توسط کامپای پارسر کشیده نمیشه، اما اگر مراحل اشتقاق و ترجمه و تجزیه پارسر رو دنبال بکنیم به شرحی که در جلسات بعد انشاءالله مفصل خواهیم دید در حقیقت مشابه این درخته و این درخت از روش به دست میاد. بسیار ما در ابتدا عملکرد انتصاب رو داریم، در سمت چپ آیدی یک رو داریم، در سمت راست عملکرد به اضافه رو داریم، سمت چپ به اضافه آیدی 2 و سمت راستش عملکرد ستاره رو داریم و سمت چپ و راست ستاره هم نهایتا آیدی در حقیقت 3 رو داریم و عدد جانبره در حقیقت 60. خب این درختی که شما اینجا مشاهده میکنید به نام درخت تجزیه یا درخت پارس معروف هستش. این درخت به طور ضمنی و نه واقعی تولید میشه. مراحل این کامپایلر رو همونطور که گفتم دنبال میکنید به طور ضمنی درخت رو میسازه. همونطوری که شما میدونید در عملیات محاسباتی ضرب بالاترین اولویت رو داره، به خاطر همین با پایین ترین در حقیقت زیر درخت ما ضرب و عملبندهاش هست، به این معنا که عملیات ضرب باید به عنوان اولین مرحله در ترجمه این دستور انجام بشه. اول 60 باید در آیدی 3 بشه و نتیجه جای ضرب قرار بگیره، حاصل اون با آیدی 2 جمع بشه اینجا قرار بگیره و نهایتا حاصل اینها انتصاب بشه به آیدی 1. ولی وقتی که این درخت به طور ضمنی تولید میشه، تولید کننده کد میانی هم فراخوانی میشه که کد میانی رو برای اینها تولید بکنه. یعنی اول باید کد ضرب 60 در آیدی 3 تولید بشه و در یک متغیر میانی نگهداری بشه و بعد باید کد جمع حاصل این ضرب با آیدی 2 و نهایتا کد انتصاب با آیدی 1 تولید بشه. ما در حد بحث ساده امروز این درخت رو حقیقت می‌خواستیم باش آشنا بشید. نگران نباشید، جلسات بعد به طور مفصل روش‌های تجزیه رو خواهیم آموخت. خب هر سر که این درخت رو به طور ذهنی تولید کرد، به مرحله بعدی یا تحلیلگر معنایی که اگه یادتون باشه در حقیقت تحلیل میده، تحلیل معنایی. اگر یادتون باشه از صحبتی که ما خدمت شما عرض کردیم، تحلیلگر معنایی وظیفه‌اش یکی از وظایف مهمش تایپ چکینگ یا کنترل نوع. فرض بکنیم که در این عبارت محاسباتی که ما داریم انجام میدیم تمام متغیرها آیدی 1، آیدی 2 و آیدی 3 که مشاهده فرمودید از نوع حقیقی یا اعشاری هستند. برابر این عدد 60 که نوشته شده که ظاهرا وقتی اسکنر رو میخونه به عنوان یک عدد صحیح میخونه، باید تبدیل نوع بشه به چی؟ نوع حقیقی یا اعشاری. و چون زبان که حالا اینجا زبان پاسکال هست به عنوان مثال اجازه تبدیل نوع رو میده، بنابراین تحلیلگر معنایی یک عملگری درج میکنه در خلال کل به نام که دقیقا بیاد و این عدد 60 نوع صحیح هستش رو به اعشاری تبدیل میکنه. بنابراین اون چیزی که ما نهایتا خواهیم داشت به این صورت خواهد بود. اگر به این درخت خوب دقت فرمایید می‌بینید که تحلیلگر معنایی یک عملگر تک عملبنده رو البته اضافه کرده که میاد عدد صحیح 60 رو به اعشاری یا ریل تبدیل میکنه. توجه کنید که در زبان سی و پاسکال اعداد اعشاری به صورت با دستورات فلوت و دابل یا ممیز شناور نمایش داده میشن و در پاسکال به صورت با کلمه ریل اعداد حقیقی یا اعشاری مشخص میشن. این عملگر اینجا که اضافه شده توسط تحلیلگر معنایی 60 رو به در حقیقت اعشاری تبدیل میکنه. حالا آیدی 1، 2 و 3 که از نوع ریل هستند با نوع 60 که به حالا به حقیقی تبدیل شده سازگار هستند و محاسبات قابلیت اینو داره که در حقیقت انجام بشه. بسیار بعد از در حقیقت تحلیل معنایی ما میریم سراغ قسمت بعدی یا تولید کل میانی که اگه یادتون باشه خدمت شما گفتیم که با استفاده از دستورات ساده انجام میشد. خب من برای نمونه برای شما مینویسم که این دستوری که ما تا اینجا حالا تحلیلگر معنایی روش کار کرده وقتی به کد میانی فعاجزه تبدیل بشه چه فرمی رو در حقیقت پیدا میکنه. خب عمل دستور ما به صورت تمپ 1 مساوی اینت تو ریل شرط خواهد بود. دستور دوم ما به صورت تمپ 2 مساوی است با آیدی 3 در تمپ 1. سومین دستور ما به صورت تمپ 3 مساوی است با آیدی 2 به اضافه تمپ 2 خواهد بود. و نهایتا آخرین دستور ما به صورت آیدی 1 مساوی در حقیقت تمپ 3 نوشته خواهد شد. همونطور که توی دستور اخراج شما مشاهده میکنید دستوری که ما نوشته بودیم بالا به 4 دستور واکنه میانیم تبدیل شد. ما 3 تا متغیر اضافی برای تولید کد استفاده کردیم به نام تمپ 1، تمپ 2 و تمپ 3. دستورات ما با استفاده از دستورات آدرسه نوشته شده. برای نمونه شما توی دستور اول مشاهده میکنید که عملگر ما در حقیقت این توریل عملبند اول ما 60، عملبند دوم نداره و عملبند سوم ما تمپ 1 خواهد بود. یا مثلا در دستور تو خط دوم عملگر ما ستاره خواهد بود یا همون سر، عملبند اول آیلسه، عملبند دوم تمپ 1 و عملبند سوم یا نتیجه تمپ 2 و به همین ترتیب سایر دستورات هم به این ترتیب تولید شدند. خب این کد میانی که شما مشاهده میکنید بسیار کد ناکارآمدیه به خاطر اینکه از 3 تا متغیر میانی استفاده کرده، حافظه افزونی رو مورد استفاده قرار داده و دستورات محاسباتی هم تعدادشون زیاده و میتونه کمتر هم بشه. اینجاست که فاز 5 کامپایلر در حقیقت نقش خودش رو نشون میده که بهینه ساز اولیه یا همون بهینه ساز کد میانی خواهد بود. خب ببینیم که چه خروجی خواهد داشت، بهینه ساز اولیه یا بهینه ساز کد میانی. خب اگر بهینه ساز روی در حقیقت این کد میانی تولید شده عملیات خودش رو انجام بده، ما دستورات زیر رو به عنوان نمونه میتونیم دست بیاریم. تمپ 1 مساویس با آیدی 3 و آیدی 1 مساویس با آیدی 2 به اضافه تمپ 1. خب اگر به این 2 تا دستور و دستوراتی که در حقیقت صفحه قبلی نوشتیم دقت زیادی بکنید میبینید که خب ما 3 تا متغیر تمپ استفاده کرده بودیم، حالا فقط از یک متغیر استفاده شده، بنابراین در حافظه صرفه‌جویی شده. ضمن اینکه در کدهای قبلی ما 4 تا دستور محاسباتی نوشته بودیم که این تعداد به 2 تا کاهش پیدا کرده در بهینه ساز بعد از اینکه عملیات بهینه ساز تکمیل شد. خب به این ترتیب هم مصرف حافظه کمتر شد، هم کد ما در حقیقت سریعتر شد. این مثال خیلی ساده است از عملیاتی که بهینه ساز کد میانی میتونه در حقیقت روش انجام بده. خب تمام این در حقیقت مراحلی که شما الان مشاهده فرمودیم 5 قسمت اول بود که همون فرانت اند کامپایلر. خب حالا فرض کنید که ما یک زبان اسمبلی داریم که زبان مقصد ما هستش و میخوایم کدمون رو در حقیقت از این کد میانی تولید شده به زبان اسمبلی تو قسمت بک اند یا همون قسمت انتهایی تبدیل کنیم. خب ببینیم که این کار به چه شکلی انجام میشه. خب پس قسمت 6 یا مبلد حقیقت کد ماشین. خب دستورات ما میتونن به این شکل تبدیل بشن. زبان اسمبلی نمونه در اسمبلی که حالا شاید شما بشناسید موفز بعد از اینکه معلم خود ماشین اعمال شد، احتمالاً با این 5 تا دستور رو به زبان اسمبلی میتونیم مشاهده کنیم. اولی بار تو دستور اول آیدی 3 تو رجیستر آردو دقیقا قرار داده میشه، با دستور مال اف یعنی یا مالتیپلیکیشن ضرب میشه رجیستر 2 یا همون آیدی 3 در عدد 60 حقیقی. نهایتا با دستور سوم مقدار آیدی 2 در رجیستر 1 قرار میگیره و با دستور ابس میتونه رجیستر 1 که حالا مقدار آیدی 2 رو داره و رجیستر 2 که حاصل ضرب آیدی 3 و 60 رو داره با هم جمع بشن و در رجیستر 1 قرار میگیره. و نهایتا با دستور موفه میتونه رجیستر R1 در آیدی 1 هم دستور انتصاب آخر هست قرار بگیره. حالا اگر ما بخوایم بهینه سازی نهایی هم روی این انجام بدیم، میتونیم در حقیقت بهینه سازی هایی رو انجام بدیم که احتمالاً دیگه کل از قابلیت های پایپلاین خط لوله یا به چند تا ترن شکسته بشه توی پردازنده، و یا اینکه در صورت امکان بتونیم حالا اگر این دستور خیلی ساده بود، اگر آرایه ها و یا متغیرهای خیلی بیشتری باشه بشه اینکه اونا در حافظه نگهداری بکنیم، بیاریم همه رو تو ثبات ها یا رجیستر های پردازنده و محاسبات در اونجا انجام بشه که خب باعث سرعت عملیات خواهد شد. که ما در اینجا چون در حقیقت دیگه ماشین هدفمون حالا این کد رو تولید کردیم که میخوایم بهینه سازی رو خاصی رو انجام بدیم، موکول میکنیم به زمانی که وقتی بهینه سازی رو خدمت شما مفصل‌تر گفتیم اونجا این رو برای شما به طور دقیق‌تر توضیح بدیم. درستمون رو ادامه میدیم. به عنوان آخرین بخش مطلبی که میخوایم توی این جلسه خدمت شما ارائه بدیم، میخوایم یک مقدار در مورد بخش‌های مختلف کامپایلر براتون بیشتر صحبت کنیم و البته میخوایم اسکنر رو تا حدودی براتون معرفی بکنیم. توجه بکنید که چون تحلیلگر لغوی یا اسکنر تنها بخشی از کامپایلره که خب ورودی رو کاراکتر به کاراکتر میخونه، ممکنه خیلی عملکردش زمانگیر باشه. عملیات اسکنر خیلی ساده تر از مراحل دیگره، ولی چون سرعت تحلیلگر لغوی مسئله مهمیه، روش های ارائه شده خیلی سرعتش اهمیت داره. ما باید بیایم و در حقیقت کاری بکنیم که پیاده سازیش کارایی و سرعت لازم رو داشته باشه. برای پیاده سازی اسکنر ما میتونیم به 2 روش در حقیقت عمل بکنیم. یکی روش دستی هستش که حالا اونو توضیح مفصلش رو خدمتتون جلسه بعد ارائه میدیم، و دیگر روش خودکار هستش. خودکار ابزاری وجود داره به نام ابزار لکس که این ابزار مبتنی بر سیستم عامل یونیکس هستش و در حقیقت ما باید با عنوان ورودی توکن ها و لکزم ها و لغات مجاز یک زبان رو باید به صورت عبارات منظم که شما که درس نظریه زبان ها حتما باش آشنا شدید تبدیل بکنیم و در حقیقت به این برنامه به عنوان ورودی میدیم. در خروجی کد اسکنر این لغات رو برای ما به زبان سی تولید میکنه و در خروجی به ما در حقیقت میدیم. علاوه بر این اگر ما بخوایم بخش کامپایلر رو هم در حقیقت به طور خودکار تولید بکنیم، ابزار مبتنی بر یونیکسی وجود داره به نام یک که من رو برای شما اینجا می‌نویسم که در حقیقت مخفف yet another compiler هستش و در حقیقت برنامه یک جزء برنامه‌های کامپایلر محسوب میاد. کامپایلر اصطلاحیه که برای برنامه‌هایی به کار میبرن که ما میخوایم به کمک یک برنامه، یک کامپایلر، یک زبان رو تولید بکنیم. این ابزار مبتنی بر در حقیقت یونیکس هستش و در محیط های یونیکس اجرا میشه و کد کامپایلر یک زبان رو بعد از مشخص کردن گرامرش به زبان سی به ما در خروجی در حقیقت تحویل میده. ما اگر در حقیقت بخوایم یک اسکنر رو به فرم در حقیقت دستی تولید بکنیم، باید اون رو به شکل عبارات منظم تبدیل بکنیم. بنابراین ما باید برای شناختن عبارات منظم باید گرامرهای منظم رو بشناسیم و خیلی مفیده که ما یک مروری بکنیم به انواع گرامرها و ویژگی هایی که دارن و یک خلاصه رو از اونها برای شما خدمت شما ارائه بدیم. خب شما از دست نظریه زبان ها به خاطر دارید که ما 4 نوع گرامر در حالت کلی داشتیم. البته قبل از اون بهتره که من نمادهایی که در حقیقت به کار میره رو برای شما معرفی کنم. به خاطر دارید که گرامر یک 4 تا گرامر جی، اگر گرامر رو با جی نشون بدیم، گرامر یک 4 تایی بود به صورت تی و ان و اس و پی که اینو حتما از درس نظریه زبان ها به خاطر دارید. تی مجموعه ترمینال ها یا در حقیقت پایانه ها بود، ان مجموعه از نان ترمینال ها یا ناپایانه ها بود، اس استارتینگ سیمبول یا نماد آغازین گرامر بود و پی یا همون پروداکشن رول ها یا قوانین تولید ما بود که در حقیقت قواعد گرامر توی این پی نوشته میشه. پس تی مجموعه است از در حقیقت ترمینال ها یا پایانه ها ان مجموعه است از در حقیقت ناپایانه ها یا نان ترمینال این مجموعه بود از پایانه ها و این مجموعه از ناپایانه ها و اف یا در حقیقت نماد آغازین بود که بهش استارتینگ سیمبول میگفتیم، استارتینگ سیمبول یا نماد آغازین به عبارت دیگه و پی هم که مجموعه پروداکشن رول یا در حقیقت قوانین تولید بود. قوانین تولید همون گرامر ما رو در حقیقت تشکیل میداد. پروداکشن در حقیقت رول یا قوانین یا قواعد تولید. بسیار خوب، ما باید بدونیم که یک گرامر کاربردش در کامپایلر به طور کلی 3 تا کاربرد کلی داره. یکی کاربرد اولش توصیف هستش، کاربرد دوم گرامر تشخیص هستش و بعد نهایتا 3مین کاربرد یک گرامر تولید هستش. حالا توصیف و تشخیص و تولید چی؟ کار گرامر اینه که زبانی رو که مشخص میکنه توصیف بکنه. کار گرامر این هستش که رشته ورودی رو که ما در حقیقت میدیم تشخیص بده که آیا متعلق به این زبان هست و کار گرامر اینه که ما بتونیم پارسر رو از روی اون در حقیقت تولید بکنیم. خب ما هر کدوم از قوانین تولید یا پروداکشن رول هامون رو به صورت یک آلفا میرود به بتا می نویسیم، به این صورت که در حقیقت به آلفا left hand side یا در حقیقت قوانین سمت چپ میگیم و به بتا right hand side یا در حقیقت قوانین سمت راست میگیم. ما از یک سری نمادها استفاده میکنیم که در حقیقت گرامرهای خودمون رو توصیف بکنیم. این نمادها رو من خدمت شما معرفی میکنم. ما از حروف کوچیک آ، ب، س و الی آخر برای پایانه ها استفاده میکنیم. از حروف بزرگ مثل آ، بی و سی برای غیر پایانه ها استفاده میکنیم که ناپایانه ها رو نشون بدیم، و همچنین از آلفا و بتا و امثال اینها و سایر حروف یونانی استفاده میکنیم برای که یک رشته از علائم رو نشون بدیم. همچنین به خاطر دارید که در نظریه زبان‌ها به شما گفته بودن که لاندا رشته با طول صفر رو نشون میده. در درس کامپاینر رشته با طول صفر رو با اپسیلون نشون بدیم، هیچ فرقی نمی‌کنه، همون لانداست، نمادگذاریش در حقیقت عوض شده. بسیار خوب، ما این نمادها رو که حالا شناختیم میتونیم انواع گرامرها رو خدمت شما در حقیقت معرفی بکنیم. اگر به یاد داشته باشید ما 4 نوع گرامر داشتیم. گرامر اول گرامرهای بدون محدودیت بود یا unrestricted که به گرامرهای نوع در حقیقت صفر هم بهش میگفتن unrestricted. گرامرهای بدون محدودیت همه قواعدشون اگر به خاطر داشته باشید به صورت آلفا میروند به بتا بودن که در حقیقت آلفا باید حداقل یک ناپایانه داشته باشه. این شرطیه که در حقیقت در مورد گرامرهای نوع صفر که همون گرامرهای بدون محدودیت هست وجود داره. گرامرهای نوع دوم گرامرهای کانتکست سنسیتیو یا نوع یک بهشون میگفتن یا گرامرهای حساس به متن بودن. از گرامرهای کانتکست سنسیتیو یا گرامرهای حساس به متن که گرامرهای نوع یک هم به حساب میان. این نوع گرامرها محدودیت بیشتری دارن نسبت به گرامرهای نوع اول. همه قواعدشون به شکل آلفا میروند به بتاست با این شرط که در حقیقت طول آلفا باید حتما کوچکتر یا مساوی طول چی باشه؟ بتا باشه. به این مسئله میگن خاصیت غیر انقباضی یا نان کانترکتینگ. به این میگن خاصیت غیر انقباضی یا نان کانترکتینگ. بسیار خوب، اینها گرامرهای نوع یک هستند که در حقیقت محدودیتشون از گرامرهای نوع صفر در حقیقت بیشتره. من یک بار دیگه این رو برای شما می نویسم که در حقیقت گرامرهای نوع یک به صورت هر قاعدش به شکل آلفا می رود به بتا با شرط آلفا طولش کوچکتر یا مساوی بتا که به میگن خاصیت غیر انقباضی بودن یا نان کانترکت. بسیار خوب، گرامرهای نوع سوم در حقیقت به گرامرهای کانتکست فری یا مستقل از متن معروف هستند که شما حتما اون رو به خاطر دارید. بهشون میگن کانتکست فری. گرامرهای مستقل از متن هر قاعده گرامر به صورت آلفا میرود به بتاست با این شرط که طول آلفا حتما باید چی باشه؟ حتما باید یک باشه. یعنی دیگه ما سمت چپ یا لفت هند ساید یک قانون تولید گرامر نمیتونیم بیشتر از یک علامت در حقیقت داشته باشیم. و چون البته این شرط هم کماکان برقراره که یک ناپایانه باشه، باز همیشه سمت چپ این قوانین تولید گرامرهای مستقل از متن یک ناپایانه قرار میگیره، ولی سمت راست میتونه مجموعه ای از پایانه ها و ناپایانه ها قرار داشته باشه. و بعد چهارمین نوع در حقیقت گرامرهای نوع منظم هستش. گرامرهای منظم یا رگولار، شما میدونید که یک گرامر خطی چپ یا یک گرامر خطی راست رو ما بهش میگیم گرامر منظم. و گرامرهای نوع در حقیقت سه هستن، هر قانونش به صورت آلفا میرود به بتا هستش، با این شرط که تمام شرطهای قبلی همش سازگاره، یعنی هم طول آلفا حتما باید یک باشه و طول، و در حقیقت بتا هم طولش باید یک یا دو باشه، به این صورت که یک یا دو که به این صورت تبدیل میشه به یک گرامر خطی چپ یا خطی راست که در حقیقت این طول یک یا دو یک پایانه یا یک ناپایانه خواهد بود. بعدن ما حالا وقتی که گرامرها رو مفصل‌تر خدمت شما بگیم اینها رو بیشتر باز میکنیم. فقط من یک مثالی برای شما قید بکنم از یک گرامر خطی چپ و یک گرامر خطی در حقیقت راست. بسیار خوب، این یک مثال خواهد بود از یک گرامری که همونطور که شما مشاهده می‌فرمایید این گرامری که ما اینجا نوشتیم دو تا در حقیقت ناپایانه داره به نام آ و بی، سه تا پایانه داره به نام آ، بی و سی کوچیک، و یک گرامر در حقیقت خطی راست به حساب میاد و چون گرامر خطی راست گرامر منظم هم البته هست. و بعد یک مثال دیگه از گرامر خطی چپ رو برای شما می‌نویسم. این مثال رو دقت بفرمایید. آ می‌رود به آ، آ می‌رود به بی، بی، بی می‌رود به بی سی و نهایتاً بی می‌رود به بی. همونطور که شما ملاحظه اینجا می‌فرمایید باز این گرامر ما از دو تا ناپایانه تشکیل شده، چهار تا قانون تولید داره و از سه تا پایانه آ، بی و سی کوچیک تشکیل شده و یک گرامر خطی چپه و البته گرامر منظم هم خواهد بود. خب ما وقتی که بتونیم در حقیقت انواع لگزم ها یا توکن های مجاز خودمون رو در حقیقت به وسیله عبارات منظم بیان بکنیم، بعدش میتونیم حالا به روش دستی یا خودکار که خدمتتون عرض کردم برای در حقیقت کد اسکنر رو تولید بکنیم. در اینجا خیلی خوبه که من در حقیقت یک نکته رو خدمت شما عرض بکنم. عملیاتی که در پارسر انجام میشه رو اصطلاحاً ما به اشتقاق یا انبساط یا دریویشن بهش میگیم که از درس نظریه زبان‌ها شما حتما به خاطر دارید که اشتقاق میتونه اشتقاق از سمت چپ یا اشتقاق از سمت راست باشه که ما البته در جای خودش به طور مفصل‌تر بحث خواهیم کرد و اینها رو خدمت شما معرفی میکنیم. برای جلسه بعد چون در جلسه آینده ما میخوایم در حقیقت نحوه پیاده سازی اسکنر رو با جزئیات کامل خدمت شما ارائه بدیم. مروری داشته باشید در کتاب نظریه زبان‌ها به بحث گرامرها که ما خیلی به خلاصه این جلسه خدمت شما معرفی کردیم، به خصوص گرامرهای منظم، عبارات منظم، DSA و NSA، تبدیل NFA به DFA و تبدیل DFA به MDFA. البته ما اینا رو همه رو خدمت شما درس خواهیم داد، ولی بهتره که یک مروری بکنیم که آشنایی داشته باشید و بعد روش پیاده سازی دستی اسکنر رو خدمت شما با استفاده از عبارات منظم ارائه میدیم.